بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز دوشنبه ششم ماه جون 2016 میلادی و برابر است با 17 خرداد 1395. حالا باید به دوستانی هم که از فیسبوک از صفحه مردم تیوی ما رو تماشا میکنن به صورت زنده سلام کنیم و بهشون بگیم که خیلی خوشحالیم و دیدم بیش از 6000 خورده نفر آمده بودن، ریچت کرده بودن، بیش از 500 نفر ویو کرده بودن. این شماره ها هم زندگی همه اونو خراب کرده. در هر صورت به این شماره ها خیلی دل نبندید، خیلی هم ناراحت نشید و کار خودتون انجام بدید. اگر مطمئنید که کار خوبی انجام میدید اون کار رو انجام بدهید. متاسفانه جمعه بعد از برنامه یه خبری به دستم رسید که خیلی ناراحت شدم. یه ایرانی جوان در آتلانتا به ضرب 2 گلوله کشته شده. گاهی وقتا اینا رو باید ما پخش کنیم برای دوستانی که فکر میکنن که آمریکا یا اروپا بهشت برین هست و توی ایران حالا به خاطر مسائل بیکاری، به خاطر اختناق، به خاطر سانسور دیگه از اون بدتر وجود نداره. این بند خدا آقای شهریار ذوالفقاری 4 سال پیش گویا ازدواج میکنه. خانم آدم موفقی بوده، خانمش معاون دادستان. میدونید که اینجا مثلا دادستان یه معاون نداره، چندین معاون و مشاور و اینها داره و این معاون بوده در قسمتی که به اصطلاح رسیدگی میکردن به میگن سیکس ترافیکینگ. اینایی هست که دخترای جوان رو از طریق اعتیاد، از طریق بدهکاری و اینها به دام میندازن، دخترایی که از خونهشون فرار کردن اینها. در صورت خانمش معاون دادستان بوده در اون رشته و زمینه. 1 سال قبل دختری به اصطلاح گیر اینها میاد و این بنده خدا آقای شهریار ذوالفقاری هم خب مثل هر پدری مخصوصا ایرانی ها با خانمش تصمیم میگیره که اینها بچه رو اینجا مشکلی هست دیگه، پدر مادر نیستن یا جای دیگه هستن، توی شهر دیگه هستن، مثل ایران نیست که بچه که گیرت میاد حقیقتا تا 3-4 ماه پدر مادر بزرگش میکنن و اون عروس و داماد یا زن و شوهر تجربه یاد میگیرن از کارهایی که پدر و مادرشون با اون بچه نوزاد انجام میده، شستنش، حمام بردنش و تمام این چیزها. در اصل این بنده خدا حتما چون کسی رو نداشتن اینجا تصمیم میگیرن که یکی از اونها همیشه با این فرزند باشه و چون خانومه جابش رو اینجوریه دیگه، یه نفر جاب شغلش رو نگه میداره که بیمه و به اصطلاح مزایای دولتی داشته باشن، اون یکی شغلش رو عوض میکنه، روزها میمونه در منزل از این دختر نوزاد کودک جوان به اصطلاح نگهداری میکنه، شبها هم عصرها هم که خانمش از سر کار میان چند ساعتی با هم بودن و بعد میره آخر شبها میره کار کردن و کارش هم این بوده. اینجا یه سرویس هایی هست بهش میگن راید شیر یا اوبر یا لیفت اینها و این آقا با لیفت کار میکرده و حالا معلوم نیست که یکی از مسافرای لیفت زده این رو کشته. همه اینها رو کامپیوتر معلومه، روی تلفنش معلومه اینها، ولی پلیس فعلا چیزی نگفته. در هر صورت همون جوری که از موفقیت یه ایرانی خوشحال میشیم، جشن میگیریم، از به اصطلاح کشته شدن یه ایرانی هم باید متاثر بشیم، از کشته شدن هر انسانی باید متاثر بشیم. بعد اینجا رسمه، حتی پولدارترین هم باشی وقتی یه برنامه اینجوری غیر منتظره پیش میاد، اونی که 70-80 سالشه دیگه برای خودش بیمه به اصطلاح مراسم تدفین و کفن و کفن که چه عرض کنم تابوت و اینها خریده، 5-6 هزار دلار اونجوری یا یه پولی پس انداز کرده، ولی این جوونی که امید آینده، امید آرزوش به آینده بوده احتمال زیادی از این بیمه ها نداره. و آمریکایی‌ها یه حسابی هم باز کردن، اگر کسی میخواد روی فیسبوک ما
اونجایی که خبر هست وقتی میرید اونجا، اونجا هم میگه، چون ما اگه گفتیم میگن او حتما سوربی هم یه پولی میسازه. در صورت واقعا خطرناکه، مواظب باشید. همین راجع به این وقتی میخونید تو آتلانتا، خود آمریکایی‌ها میگن ما تو شهر آتلانتا نمیریم. البته من یه مدتی اصلا کارم آتلانتا و جورجیا بود، میرفتم اونجا، خیلی قشنگ بود، یه شهریه که کورپوریشن های بزرگ توشه، به همین خاطرم به اصطلاح خب از اون ور هم جنایت های مختلف داخلش هست. وقتی میگیم جنایت، همش کشته شدن و اینها نیست، چی میگفتن اون موقع، به اصطلاح خطاهای دیگه هم هست. در صورت اون چه مهم بود، این خبر بد بود که آقای شهریار ذوالفقاری در آتلانتا به ضرب دو گلوله کشته شده. این هم از این. خب خوشحالم که حکومت سکولار به فیسبوک ما پیوسته. و اما حالا که داریم درباره اونهایی که از این دنیا رفتن صحبت میکنیم، درباره محمد علی کلی هم صحبت کنیم، که ایشون خیلی تو ایران معروف بود، خیلی تو دنیا معروف بود. اصلا این کلمه greatest یعنی دیگه بالاترین، مثلا میدونید شما میگن Cyrus the Great، کوروش کبیر، ولی greatest یعنی دیگه کبیرترین. به این لقب داده بودن، انسان خیلی خوبی بوده. وقتی که جوان بود ایستادگی کرد جلوی اون به اصطلاح اینهایی که دنبال جنگ و کشت و کشتار هستن، نرفت ویتنام و گفت که من این ویتنامی ها، ویتکونگ ها هیچ دشمنی با من نکردن که من برم اونجا اونا رو بکشم. به همین خاطر ضرر و زیان های زیادی دید در رابطه با شغلش که بوکس بود و اینها. و برای من خیلی جالب بود در این دو سه روز گذشته از جمعه تا امروز، همه گروه ها، همه آدم ها به اصطلاح از این محمد علی کلی تعریف میکنن، رفتارش رو به اصطلاح تسلیت میگن و اینها. ولی خب خوشحالن که زندگی خوبی داشته، تا اون لحظه های آخرم پیسفول یعنی با صلح زندگی میکرده و اینها. تنها گروهی، دوستان من کاری به طرفداران پادشاهی ندارم، اما شاه اللهی که شما وقتی اسمشو من میگم شاه اللهی، شما میدونید درست روبروش حزب اللهی میاد، درست روبروش مصدق اللهی میاد، یعنی اونایی هستن که بت پرست شدن. تنها گروهی که فحش و ناسزا شروع کرده به محمد علی کلی 74 ساله که از دنیا رفته، این شاه اللهی هستن. واقعا اینها فهم و شعورشون کجاست؟ گاهی وقتا میگم که من واقعا دلم برای شاه میسوزه که یه چنین طرفدارانی داشته، اطرافیانش چنین نادان بودن، چنین احمق بودن، چنین پس فطرت هم میشه بگی پس فطرت بودن که حتی به خود شاه وفا نکردن. درباره شاه میگیم آقای چمنارا جمعه مهمان برنامه بودن، برنامه خودشون، البته یک ساعت برنامه داشتن، دوستان خیلی تعریف کردن، بعضیا ایراد گرفتن. باز از آقای چمنارا خواستیم تا بیان صحبت کنن و ایشون گویا مسافرتی در پیش دارن، بعد از مسافرت با ما صحبت میکنن. با آقای دکتر نصر احمدی صحبت کردم، دنبال کاراشون هستن و نشر کتابشون، امیدوارم به زودی بتونیم برنامه‌ای با ایشون داشته باشیم. و اما امروز اولین روز ماه رمضان است. نظر شما درباره ماه رمضان چیه؟ قبلا هم پرسیدم، آیا این کاری که انجام میدن، روزه میگیرن 30 روز، بعضی وقتا مثل که بیشتر تا موقعی که ماه رو نبینن، کار خوبی هست، کمک میکنه به بدن و سلامتی یا نه؟ در این رابطه یه دوستی که گفتم اتون سالها تو رادیو تلویزیون کار کرده و اینها، زحمت کشید و طبق خواهش ما، خواسته ما، این کلمه درخواست همون خواستنه، خواهش کردنه، طبق درخواست ما یه پیامی رو به مدت 10 دقیقه گذاشته، با هم بشنویم. در طی صحبت‌هایشون من عکس‌های مختلفی نشون میدم، من جمله اینه که میگه که رفته خرید ماه رمضان، بعد میگه که کم چی خریدی، بذارید ببینم پیداش میکنم، ایمیج 2-3، بله اینه، این به عربی بوده، حتی برادر روزنامه‌های عربی کاریکاتور رو کشیدن
این دوستمون چون عربی هم میفهمه میگه که نوشته زن به شوهر میگه نصف لیست خریدمون رو هم برای ماه رمضان فراموش کردیم. یعنی ببینید ماه رمضان که ماه رمضان که ماهی هست که باید به فکر اونهایی هستن که اونهایی باشیم که گرسنه هستن ندارن، اینها بیشتر میرن میخرن بیشتر میخورن و ببخشید اینو میگم، یکی گفت بیشتر میخورن بیشتر میخوابن و بیشتر هم سکس دارن، مخصوصا تو کشورهای عربی به خاطر گرما گویا اصلا روزا تعطیل میشه، شب میخوابن، دلشون هم خوشه که روزه گرفتن، شبا بلند میشن افطار، بعدش هم موزیک و اینها و از همش بهتر. حالا اینو نگاه کنید که تبلیغ مشروبم کرده، گویا میگه یکی بخر، buy two get one free، دو تا بخر یکی ببر ویسکی در ماه رمضان فلان اینها. ولی بریم این دوستمون رو بشنویم. من یک بار دیگه هم از ایشون ممنونم که به اصطلاح، بذارید من این میکروفون فیسبوک رو یکم بیارم اینجا. دوستان باورتون میشه که فیسبوک میکروفونش حرفایی که شما تو خونه میزنید، حرفایی که رو تلفنتون میزنید، همه اینها رو میبره و ازش استفاده میکنه. همین دوستمون حکومت سکولار نوشته سوربی جان، شاه اللهی یا حزب اللهی دو تا گروه در یک فرهنگ و مدرسه مشترک بزرگ شدن، تفاوتی کلی با هم ندارن. ممنونم از شما و این فیسبوک خیلی خوبه، این برنامه زنده است که من مستقیم زیر همین دوربین نوشته های شما رو میبینم. بشنویم صحبت های دوستمون آقای محمد از امارات، فکر کنم از امارات هستن، امیدوارم به زودی ایشون رو داشته باشیم که از لحاظ تصویر و صدا و اینها هم همه چیز با هم ردیف بشه. بفرمایید ما بگوشیم درباره ماه رمضان. سلام و درود بر بینندگان و شنوندگان و جناب آقای سربی که در یک جا جمعمون کردند. امروز درباره ماه رمضان سخن میگویم. امروز ششم ماه جون 2016 آغاز ماه رمضان در اغلب کشورهای اسلامی است. چون این ماه بنابر حرکت ماه و تقویم هجری قمری میگردد، هر سال 11 روز به جلو میرود. با یک پژوهش درباره فعالیت‌های این ماه در کشورهای مسلمان در می‌یابیم که هر سال به مدت یک ماه این کشورها به علت این ماه از سیر پیشرفت جهانی عقب می‌افتند. بگذارید آغازی به این سخن بدهم. به علت اینکه در قرآن آمده فمن شهد منکم الشهر فلیصم، این قسمتی از آیه 185 سوره البقره است. هر کدام از شما که ماه را دیدید روزه بگیرید. در این آیه مقصود ماه رمضان و نه ماه آسمان است. چرا ننوشته که قمر یعنی ماه یا هلال را دیدید؟ خود این یک مسئلهی برای کنکاوی است، زیرا در عربی کلمه شهر یعنی ماه، سی روز و قمر ماه آسمانی برعکس زبان فارسی بسیار مشخص است. در این مقاله و برای روشن شدن ما اجازه بدهید از کلمه قمر استفاده کنم. برای دیدن قمر که آغاز ماه هست تا کنون از چشم و بدون وسایل مدرن استفاده می شود. بعضی از کشورها از دوربین و عدسه برای دیدن هلال اول ماه کمک گرفتند، اما اغلب ملایان تفسیر دیدن را فقط با چشم جایز می دانند. از این رو هر سال آغاز ماه در بیش از یک روز اعلان می شود. پایان ماه که باز هم با دیدن قمر یا هلال شوال توأم است، مانند آغازش تا مدت 4 روز میان مسلمانان اختلاف زمان داشته است. هر گروه کشوری خود را در دیدن کره قمر و آغاز و پایان ماه روزگیری صحیح می‌پندارد. این خود یک مسئله اختلاف اضافی میان مسلمانان شده.
روزه گرفتن در روز عید حرام است. از این رو همه به جاهای بلند رفته تا حتما از فرا رسیدن ماه نو و پایان ماه رمضان مطمئن شوند. تشخیص چرخش قمر یک حرکت فیزیکی بدون نوسان بر پایه قدرت بینایی افراد پایگذاری شده است. چرخش قمر دور زمین یک پدیده شناخته شده و معین است. هنگامی که از فاروق الباز، دانشمند فضای آمریکایی مصریان اصل مسلمان متقی، سوال شد حرکت قمر بدون تغییر یک ثانیه ای انجام می گیرد، شما که با دقت یک لحظه ای حرکت کره قمر را دنبال می کنید، چرا یک تقویم اسلامی تهیه نکرده اید تا مسلمانان تکلیف شرعی خود را از پیش بدانند و از دانایی و دانش امروز بهره برند؟ در جواب ایشان گفتند تقویمی قمری برای 10 سال تهیه کردند، لکن علمای دین آن را مردود دانستند، چون دیدن قمر با چشم را بر اساس کلمه قرآنی شاهده یعنی دید تفسیر می کنند. شگفتا که در تمام مدت زمان شیعیان همیشه حداقل یک روز و احیانا بیشتر بعد از بقیه مسلمانان ماه را آغاز و به پایان رساندند و خیلی هم از خود راضی هستند. کشورهای اسلامی امروز دوشنبه را آغاز ماه شمردند، ایران و شیعیان فردا سه‌شنبه را اول ماه رمضان معین کردند. در این ماه در کشورهای اسلامی به ویژه عربی مصرف خوراکشون دست کم 2 برابر می شود. به جای اینکه این ماه سبب صرف جویی شود، مصرف و بالخرجی افزون می گردد. تمام دولت ها برای تهیه آذوقه آماده شده و ماه نرسیده به ملت خود اطمینان می دهند که خار و بار به اندازه کافی در انبارها هست. این مسلمانان به 2 گروه که در قرآن گنهکارترین نامیده شده اند، یعنی المسرفین و المبذرین و الخرجکنها و المنافقین یعنی درو عمل کنها، توجه نکرده و همه این 2 کار را انجام میدهند. در این ماه در کشورهای عربی مردم روز را خوابیده و شب زنده‌داری میکنند. در شب مجالس مردم شلوغ و دید و بازدیدها بسیار است و در آن تمام وسایل تفریح و حتی کارت بازی و قمار رایج میباشد. این عادت را بسیار ارج نهاده و از افتخارات فرهنگ کهن میشمارد. تمام فعالیت های اقتصادی فلج گشته و کارها در اداره های دولتی به بهانه ماه رمضان و روزه گرفتن متوقف میشود. نتیجه این که هر سال 1 ماه این ملت ها از پیشرفت جهانی عقب میفتند. شبهایشان را به تماشای سریال های گوناگون می گذرانند. تمام هنرپیشه های سینما و تلویزیون برای تهیه سریال های چشمگیر که در این ماه به نمایش گذاشته می شود دست و پا شکسته و مسابقه می دهند. عجیب این که قبل از آغاز این ماه مردم و مسئولین فرارسیدنش را به یکدیگر تبریک می گویند، در آخر هم برای رفتنش عزا برپا می کنند بدون اینکه از خود بپرسن تبریک و تسلیت برای چه؟ برای عقب افتادن یا خوردن و خوابیدن و یا به هدر دادن عمر و خرجی؟ این ملت ها فراموش میکنن که تمام ماهای سال را این انسان برای این کره نامگذاری کرده، کاری به پروردگار ندارد. این بابلی ها بودن که بالای زقوره رفته و دانش ستاره شناسی را پایگذاری کردند. سال را 365 روز شناخته و آن را به 12 ماه تقسیم و بعد هفته ها را مشخص ساختند. در مغز آنان کاشتند که روزهای هفته در نظر خداوند 7 روز و ماهای سال اعتبارها و اهمیتهای مختلفی دارند. در این تشخیص درک نمی کنند که بابلی ها را به خدایی رسانده و آفریدگاری را که عادل می خوانند در شخصیتی مخالف معرفی می کنند که در همه چیز تفاوت قائل است، حتی در روزها و ماهای سال. وقتی این چنین سخنانی بیان می شود به جای بحث و فکر کردن فورا شمشیر کافرکش را بیرون کشیده خاطب را به زندیق و کافر بودن متهم می سازند. اینان که خود را فدایان پیامبر و خانواده اش می دانند فراموش می کنند
که به مدت 11 سال قبل از هجرت افراد خانواده و فامیل و قبیله و همشهریانش این شخص را به علت ایده هایش زجر دادند. فقط وقتی به عقیدش پیوستند که با شمشیر دو قبیله اوس و خزرج مکه را فتح نمود. آیا این دلیل این است که ما فقط با فشار زور تغییر رأی می دهیم؟ اگر امروز هم می آمد با او همان گونه رفتار می شود. توتیوار صلوات می فرستیم و قرآن می خوانیم بدون اینکه معنی عبارت ها و اختلاف ها و تضاد آیه های آن را دریابیم، یا به کتاب الناسخ والمنسوخ که برای هر طلبه ملا خواندنش ضروری است مراجعه کنیم و بدانیم چگونه آیه ها ضد یکدیگر هستند و با نسخ در همان قرآن بی اعتبار خوانده شده اند. بعد میگویند العلم نور، یعنی دانش روشنایی است. با نادانی خیش هر گونه فکر و دانشی را دشمن شناخته و حرام کرده. آیا با تغییر افراد و حتی سیستم این مخالفت در رأی و اندیشه دگرگون خواهد شد؟ هرگز. هرگز و یک گوگل هرگز. این مغز انسان قادر به خارج شدن از محیطی که آن را محاصره کرده نمی باشد. هر کس در هر کجای دنیا که باشد فقط با آنچه در مغزش انبار شده می تواند فکر کند و با هر گونه اندیشه دیگر دشمنی می ورزد. این است یک حقیقت از مغز انسان. یادآوری می کنم که گوگل بزرگترین شماره است که انسان ساخته و مساوی 100 به توان 100 است. متشکرم. خب از این دوستمون ممنون و متشکر. امیدوارم بتونیم بیشتر و بیشتر صدای ایشون رو بشنویم در رابطه با مسائل و به اصطلاح چیزهای مختلفی که در جامعه ایران و حتی در ایران ایرانی و در دنیا رایج هست و یکی از موضوعات روز هست. دیدید که ایشون به خوبی توضیح داد که یک ماه زندگی رو اینها به این صورت عقب میبرن، بعد تازه اصلش و اینها رو هم غلط دارن انجام میدن. از همه مهمتر در این ماه خوراک و اینها دو برابر میشه. البته لابد اگر از اونا سوال کنی میگن خب ببین اینها میرن میخرن میدن به اون گرسنه ها، به همین خاطر حالا توی ماه رمضان اونها هم خوراک میخورن. ولی خودمون شاهد این پرخوری ها بودیم، بعضا دیده بودیم که یه جایی سحر یا افطار برای اینکه چند ساعت یعنی یک وعده غذا میخواستن نخورن چگونه پرخوری میکردن که به دلیل همون پرخوری دلدرد میگرفتن و تمام روز باید استراحت میکردن. بدنی هم که استراحت کنه و فعالیت نکنه دیگه احتیاج به انرژی و کالری نداره و احتیاج به خوراک نداره. و اما این عدد گوگل 100 به توان 100، دوستان اصلا به همین خاطره که اسمش شده گوگل، یه چیزیه که ولی مثل که بشر فهمید و تونست بنویستش. نمیدونم در این مورد اگه خواستید کسی که ریاضی بلده بیاد صحبت کنه. یک ایرانی در آتلانتا به ضرب گلوله کشته شد، شهریار ذوالفقاری، گفتم بهتون. جالبه که این خبرها که میاد توی وبسایت های مختلف که میرید یا فیسبوک افراد مختلف چیزای مختلفی میبینید. مثلا یه نفر رو فیسبوک خود من یا رو فیسبوک مردم تیوی نوشته بود این خانم معاون دادستان بوده، چرا یه شغلی برای آقای پیدا نکرده؟ دوست عزیز یکم دقت کن، یکم انصاف داشته باش. اولا اینجا مثل ایران نیست که درسته یکم هم پارت بازی میشه و اتفاقا میگن خب خوبه یه نفر که یه جای کار میکنه فامیلش دوستش آشناشو بیاره که میدونه این خوب کار میکنه. مثلا اگه شما خوب کار میکنی ممکنه داداشتم بیاری داداشتم خوب کار کنه، ولی اینجوری نیست که توی استانداری کار میکنه همه رو بیاره، توی شهرداری یا توی دادگاه همه رو بیاره. و حالا برفرض بگیریم که اصلا اینا با هم اونجا آشنا شدن چون اونم اونجا کار میکرده، یکم اگه دقت کنید میگه وقتی که این بچهشون دنیا آمد تصمیم گرفتن که یکیشون تو خونه بمونه و از بچه نگهداری کنه و
و باز چون یه دونه درآمد برای خرجی خانواده کافی نیست، که البته اشتباه کافیه، چون ما رو یه جوری پرورش میدن اینجا، یادمون میدن که آقا یه ماشین کافی نیست، یه دونه یخچال کافی نیست، یه دونه اتاق خواب اضافی کافی نیست. هر کدومون خونه ها 4 تا 5 تا اتاق داره، 2 تا 3 تا یخچال داریم، تو آشپزخونه یخچال داریم، تو بیسمنت یخچال داریم، ماشین 2 تا و 3 تا و 4 تا داریم. بعد از اون و من بارها یک کاریکاتوری بود که یک سگی یه استخونی رو با یه چوب بسته بودن، این چوبه به گردنش بود یا یه میله آهنی هرچی، اینجوری جلوش بود، این هی تون میرفت که به این برسه، هرچی تون تر میرفت خب اونم با خودش بود دیگه، اونم میرفت جلوتر و هرگز نمیرسید تا اینکه قش کنه از خستگی یا بمیره. و ما هم متاسفانه این اون سگی که استخون رو با گردن خودمون با یک چیزی بستن داریم میدویم با شتاب و توجه نمی کنیم. اونایی زرنگ هستن که در این جامعه وقتی که رسیدن به یه جایی که فکر کردن آقا خانم بنده پول و اندازه کافی دارم، بچه هم بزرگ شدن، ماشاءالله احتیاجی به من ندارن، اینجا آموزش پرورش مدرسه ها مجانی بوده و خب حالا دانشگاه ها، مثلا پسر خود من در رشته کشتی اسکالرشیپ گرفت، یعنی بورسیه گرفت، بورسیه های مختلفی میدن اگر درست خوب باشه، شهریت رو کم میکنن، کمک میکنن، بعد خود دانشگاه ها میان دنبال بچه هایی که درسشون خوبه، ورزششون خوبه و اینها، یعنی همه امکانی هست. حالا چرا اینجا که همه امکانات هست ما بیشتر میدویم کمتر استراحت میکنیم؟ نمیدونم. چند مدت پیش من یه رادیو گوش میدادم و یک کسی که روانشناس بود و اینها و مشاور خانوادگی بود، یه آقا و خانمی میخواستن طلاق بگیرن چون گویا بچه دوم یا سومشون دنیا آمده بود، دیگه زندگی اینها ریخته بود به هم، زنه 2 جا کار میکرد، آقای 3 جا کار میکرد تا بتونن نمیدونم بچه ها رو بفرستن کیندرگاردن، رو بفرستن پری اسکول، مدرسه و اینها، مدرسه آمادگی، کودکستان، اینها با پول بدی و زیادم پول میگیرن، یه ساعت دیر برسی $10 مثلا میگیرن، بعضی هاشون $30 میگیرن. خلاصه آمدن با این خانمه صحبت کردن که مشاور خانوادگی بود، گفت ببینید شما یکیتون بشینید تو خونه، من نمیگم زنه بشینه تو خونه یا آقای، یه ماشینتونه که قسط زیاد داره بدید بفروشید ببرید بدید پس، یه دونه ماشین داشته باشید مثل آدم و آدمیزاد، این بچه ها بذارید تو خونه قشنگ بخوابن، زمستون سرما تابستون گرما اینا رو نگیرید هی مثل سگ گربه با دندون این ور اون ور بکشید. این بیچاره سگ و گربه ها برای که جایی نداشتن از ترس ما انسان ها این بچه هاشون رو با دندون هم میکشیدن این ور اون ور میبردن قایم میکردن. من و شما چرا بچه همون 5 صبح بلند میکنیم که 6 صبح این بره کودکستان، که 7 صبح من برسم سر کار، از 7 نگران باشم که تو کودکستان حالا اینو میزنن، این بچه دیگه خودکار میکنه تو چشش، اون نمیدونم بدرفتاری میکنه، خودش کثیف میکنه فلان. اگرم یه جایی گفتی میگن آها این مخالفه که خانما کار کنه. خانمه گفت ببین، خانمه میخواد بشینه تو خونه بشینه، آقای میخواد بشینه تو خونه بشینه، ولی شما یکیتون اگه کار کنید زندگی بهتری دارید. و به قول آمریکایی‌ها guess what، چی فکر میکنید چی شد؟ خانمه آقای نشست خونه، یه ماشینشون رو فروختن، بعد بچه ها راحت خوب اینها، بعد از 6 ماه طلاق هم نگرفتن. گفت شما بدبختا همینو کم داشتید که حالا دیگه طلاق هم بگیری، کودکستان بچه ها رو بردن و اینها کمتون بود که حالا دیگه 2 روزم پهلو این زندگی کنه، 3 روز پهلو اون زندگی کنه، یه دونه آخر هفته پهلو این زندگی کنه، یه دونه آخر هفته پهلو اون زندگی کنه. بعد اون مثلا میره دوست دختر پیدا میکنه، یادش میره دنبال بچه‌هاش بیان، خانمه میره شکایت میکنه، بچه‌ها رو دادگاه میگیره میده به این، خانمه میره دوست پسر پیدا میکنه، یادش میره با این بیاد، دوست پسر تجاوز میکنه به بچه‌ها. این زندگی قرن 20. البته تو ایران هم میگن متاسفانه درست دارن کپی همین اروپا و اینها رو انجام میدن، یک کمی هم بدتر،
چون دیگه ما میدونیم یه کم هم شورش میکنیم که بگیم بابا دیگه هنر نزد ایرانیان است. در رابطه با ماه رمضان این دوستمون یک کارتونی رو هم فرستاده، این رو هم با هم ببینیم و برگردیم و امیدوارم که صدا برای بچه ها برای فیسبوکی ها خوب باشه. این به زبون عربیه ولی معلومه که دیگه ماه رمضان رو تبریک میگه و بماند. بفرمایید. للفجر معاه رمضان جانا قولوا معانا رمضان جانا. كل سنة وانتم طيب. خب همین یادتون باشه که دو تا بخر مشروب ویسکی، یکی مجانی ببر. اینم از این. دوستان توی این نوشته های زیر میاد که شما هم بذارید الان بهتون نشون بدم، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. این یه تبلیغ بی خود نیست، ثابت کردیم از سال 2003 که من این تلویزیون مردم رو، ضمنم تلویزیون مردم اولین تلویزیون اینترنتی ایرانیان هست، هر کسی هم ادعایی داره بیاد جلو تا این جایزه اول بودن رو تقسیم کنه. در هر صورت از سال 2003 تا امروز نشون دادیم که با طرفداران پادشاهی، با کمونیست ها، با سوسیالیست ها، با دین ها، بی دین ها، چپ چپ، راست راست، بالای بالا، پایین پایین میتونیم کار کنیم و متاسفانه بعضی از اونها نشون دادن که اونها با هیچ کس نمیتونن کار کنن. شما دوستان بهایی رو ببینید، وقتی میرن یه جایی گفتم بابا جون شما که اگه یکمی از آخونده هم بدتر کردید، اقلا اونا میزنن، شما میخوای طرف رو بزنی بکشی نابود کنی گردنش رو قطع کنی بمانه. مجسمه ونوس راجب دست قطع کردن و سر قطع کردن و اینها، هیچ وقت با خودتون فکر کردید چرا این مجسمه به این زیبایی آرم یا دست نداره؟ یه دوستی میگفت که وقتی این مجسمه رو میساختن یا اون مجسمه ساز اینو می ساخته، مجسمه سازهای دیگه به اصطلاح حسودیشون میشه و میگن اگه این مجسمه بیاد تو بازار و توی شهر و اینها دیگه بازار ما کساد میشه. و یکی از اونها میاد دستهای این مجسمه رو میشکنه، میگیرنشو بهش میگن آقا چرا این کار کردی؟ میگه که ببینید اون مجسمه رو ساخت، هنوز به معروفی من نشده چون هنوز نیومده تو بازار مردم ببیننش اینها، ولی من معروفتر از این شدم. البته من رفتم داستانش رو خوندم، اینجوری نیست. داستان ونوس یا مجسمه ونوس میگه که این وقتی که حالا توی جنگای مختلف توی زمان مختلف گم شده از بین رفت و اینها، گویا توی جایی که ترکیه و یک جای دیگه‌ای به اصطلاح یک کشور دیگه‌ای جنگ می‌کردن و اینها، اونجا پیدا شده و اینها میگن که توی اون مزرعه وقتی که دیک کردن یعنی کندن، اینجوری یه چیزی رو میکنن اینها، وقتی اینجوری میکنم یعنی با بکو، با مثل اینکه اونجا آسیب دیده. در هر صورت این نشون میده که واقعیت ها با حقیقت ها خیلی فرق میکنه. آقای چمنارا دروغ نمیگه، دروغی نداره به منو بگه، منو شما بگه، حقیقت رو میگه، ولی حقیقت از واقعیتی که ندیده. آقای چمنارا که کوروش بزرگ رو ندیده، فردوسی رو ندیده، کشت و کشتارها رو ندیده، باز و بخشش ها رو ندیده، حقیقت خودش رو از اون واقعیت تعریف میکنه. متاسفم که خانم نیر، خواهر عزیز من، میاد مینویسه ایشون واقعیت رو گفتن. آخه چجوری امکان داره ایشون اونجا بوده؟ تازه افرادی که یه جا هستن ثابت شده که واقعیت رو نمیتونن بگن. دلیلش اینه خانم نیه، برنامه های آقای شبستری رو نگاه کنید، ایشون بارها این مثال رو زده، میگه شما اون طرف چهار راه هستید، من این طرف چهار راه، دو تا ماشین میخورن به هم، اون میگه تو توی سبز اومدی قرمز اومدی، اون میگه تو توی قرمز اومدی، پلیس میاد از ماهایی که وایساده میگه شما الان رسیدید، میگیم نه ما اینجا بودیم. میگه همین هایی هم که حاضر هستن و هیچ
سهمی در این تصادف نداشتن، یه سریشون میخوان حقیقت رو بگن، شاهدن با نیت خوب، یه سریشون میگن این تو قرمز اومده، یه سریشون میگن این تو سبز اومده و اختلاف ایجاد میشه. یعنی تعریف حقایق یا حقیقت از یک واقعیت مختلفه. شما جبهه نگیرید. اگر مقامی دارید که باید قضاوت کنید، که خیلی هم سخته واقعا، من دلم برای این قاضی ها، برای اینا که میشن هیئت جوری و اینها میسوزه، و تا حالا دو سه بار برای من فرستادن که بیا هیئت جوری باشه، هر دفعهش به یک دلیل قانونی از زیرش در رفتم و کار مشکلیه. پریشب یه فیلمی رو نگاه میکردم، یه آقایی رو 4 مرتبه بردن دادگاه محاکمه کردن و این بنده خدا حالا آزاده، ولی میگه زندگیش داغون شده. 15 سال پیش خانمش گم شده، اونا به این میگن تو کشتی، این میگه بابا خانمش رفته بیرون، اصلا بر نگشته خونه، ماشینش هم تو خیابونه. بعد شاهد هست که این با یه پسر جوونی بوده، همون شب رفتن یه جای آتیش کردن و وایسادن و اینها. خلاصه بعد آخر این برنامه از ما میپرسه که شما به عنوان بیننده چی قضاوت میکنی؟ من از همسرم پرسیدم شما چی قضاوت میکنی؟ گفت این کار مشکلی، اصلا آدم دیوونه میشه. گفتم خب پس اصلا در موردش صحبت نکنیم. در صورت اینم از این ماجرا. ولی ممنونم نیه خانم و دوستان عزیز، برنامه ها رو حمایت کنید. دوستانی که لطف میکنن مثل آقای چمنارا میان، دیدید خودشونم گفتن با $100 $200 برنامه هایی رو میگیرن، یه ساعت چند ساعت و اجرا میکنن. اگر شما باور دارید که ما از یه جایی میلیون ها دلار پول میگیریم تا بتونیم اینجا رو بچرخونیم، عذر میخوام این حرفو میزنم، پس شما باید احمق باشید که حاضر نیستید با ساعت $20 بیان یه جایی که میلیون ها دلار هزینه چرخوندنش هست برنامه بذارید. این مجاهدین، به مجاهدین میگم آقا شما که متهم میکنید اینایی که از شما جدا شدن با آخوندا هستن و میلیون ها دلار دارن میبرن، والا یکی از اونها بخواست، یه برنامه بود یه چیزی بود، گفت من اگر وای نسم حقوق ماهیانم بیاد گوش نمیمونم، مجبورم پول سیگار اینا رو از دوستان قرض کنم تا سر ما برسه. ولی خب حرف ناحق زدن که حناق نیست، آدم خفه نمیکنه. آقای مجاهدی که فکر میکنی اونها میلیون ها میگیرن و برای 2 ساعت در هفته به من میلیون ها میدن، عذر میخوام این حرفو میزنم. خب احمق جون تو هر روز بیا برنامه بذار، یه ساعت $20. ولی دروغ گفتید به مردم، به خودتون دروغ گفتید. اول به خودتون دروغ گفتید تا تونستید به دیگران دروغ بگید. ای دعا کنیم این دروغ شرش از یا ریشش از فرهنگ ما بره بیرون. ساعت 2:37 است و اما منوچهر گرامی از ماساچوست چهارشنبه 2 بعد از ظهر با ما خواهند بود. ممنون و متشکرم. اجازه بدید من یک گله‌ای کردم، حتی به اون دوستی که کتابا رو فرستاده بود گفتم آقا شما زحمت کشیدی کتابا رو فرستادی، ما هم اینجا حالا داریم عکس میگیریم و اینها، و آمدیم اون کتاب کیهان رو آمدیم دربارش صحبت کردیم، ولی این همه بیننده، این همه خواننده، این همه مدعی با فرهنگ، یه دونشون تماس نگرفت. باید حرفمو پس بگیرم. منوچهر تماس گرفته گفته من این سه تا کتابی رو که نشون دادید، کتاب مصدق و کتاب کیهان از هیچ تا کهکشان، اینها رو دارم و تنها کتابی رو که ندارم برهان شفا هست، شیخ الرئیس بو علی سینا، برهان شفا، ترجمه و پژوهش مهدی قوام سفری. اینو دارم بهتون نشون میدم که بگم ایشون این رو ابتیا کردن، خریداری کردن، و من هم فردا صبح براشون پست میکنم. ما چیز کنیم اینجوری، دست راست دست چپ، دست راست کتاب هایی که برای فروش است، دست چپ کتاب هایی که فروخته شده رفته. حالا این کلمه فروش هم من واقعا میگم بهتون بگم، یه اعتبار و کردیتی باید بدیم به آقای شهرام و همایون و دیگران که
میتونن تو تلویزیونات چی بفروشن؟ قابلمه میفروشن، زودپز میفروشن، سفرهای دریایی میفروشن، ملاقاتهای دکتر میفروشن، کنسرت میذارن. والا من دو تا برنامه گذاشتم اینجا، هم از جیبم پول دادم، هم وقت گذاشتم، هم شرمنده شدم روبروی این آقای ایرج رهنما که از مسعود رهنما یا ایرج رهنما که از آلمان اومده بود و یکی دو تا نمایش هم با این آقای پرویز کار داد و کار بسیار مشکلی. در صورت ما حالا سعی و تلاش خودمون رو میکنیم و اینجا اجازه بدید من از آقای خلیلی تشکر کنم که ایشون مدیر و صاحب شرکت کتاب هستن، بیژن خلیلی، و من چندین بار هم به اصطلاح ایشون رو در برنامه داشتم و در صفحه 109 این کتاب، کتابچه کوچولویی وقتا میگفتن کتاب جیبی، اینجوری میذاشتش تو جیبت، حالا دیگه تو این دور زمان من نمیدونم یلو پیج کی استفاده میکنه، حتما هستن استفاده میکنن که اینها هم هر سال دارن چاپ میکنن، ولی ایشون از همون اوائلی که این کار رو شروع کردن به من لطف داشتن و تلویزیون مردم رو نوشتن و اگه دقت کنید تنها تلویزیون هم هست که توی پرانتز نوشتن پارسا سوربی، حالا این هم لطف ایشون، 109 صفحه 109، و ما هم کسی که لطف میکنه لطفش رو میفهمیم، شعور داریم، پاسخ میدیم، ازش تشکر میکنیم. البته جالبه این بسته گویا قرار بوده شب عید ایرانی به دست ما برسه، آدرس اشتباه بوده یا هرچی، رفته یه جای دیگه، باز برگشته رفته یا پستخونه یا کالیفرنیا، دوباره برگشته اومده. حالا یه تبلیغی هم همراهش فرستادن، ایشون نوشته یکی یه دونه از نشریات هفتگی ایران شهر که اخیراً منتشر شده است برای مطالعه و تصمیم گیری شما برای درج آگهی به پیوست است. 8 ویژگی منحصر به فرد نشریه هفتگی ایران شهر، این نشریه هست که نشریه هست مجانی در لس آنجلس گویا در جنوب کالیفرنیا، و نوشتن هفته 3000 به اصطلاح تعداد کمیه دوستان. دلیلش هم اینه که احتمالاً دیگه این نشریه و اینها رو اونهایی که فقط دوست دارن دستشون بگیرن یا اونهایی که دسترسی ندارن به اینترنت و اینها به اصطلاح میگیرن، و اینها هم نمیان دیوونه نیستن که 10000 تا چاپ کنن، هی برن اونجا وردارن باقیش هم بیارن، هی بفرستن خمیر کنه، تازه با پول بدن دوباره. در صورت میبینن مثلا 3000 تا کشش بیشتر نداره، اگر دیدن چهارشنبه تموم میشه جمعه هفته آینده 5000 تا چاپ میکنه. در صورت اون هم کار مشکلی هست. به آقای خلیلی هم تبریک میگیم که این کار رو سالها دارن انجام میدن، هم تبریک میگیم که موفق هستن در کارشون. حالا اگه دوست داشتن ایشون هم همینجوری که به تبلیغ باور داره که دیگران تبلیغ بدن در نشریه، در کتاب یلو پیج یا ایران شهر نشریه چاپ که شرکت کتاب، ایشون هم توی تلویزیون ها آگهی بدن. حالا اگر ما جزء از ما بهترون باشیم تلویزیون های مورد نظر ایشون که چه بهتر، اگر نه که هیچی. این چرا اول نوشت که قطع شد ولی دوباره خودش وضع شد؟ من خوندم اون روز ازتون پرسیدم 90 دقیقه فعلا دیوریشن، یعنی زمانی که فیسبوک اجازه میده شما برنامه زنده بذاری 90 دقیقه است، و این کارشون هم درسته، میخوان ما از این امکانات اونها استفاده الکی نکنیم، همجور روشن بذاریم بریم. یادتونه اولایی که کامپیوتر آمده بود شما یه دقیقه میرفتین اونور یه چیزی میومد که هستی یا نیستی، اگر شما نمیگفتی هستم خاموش میشد، بعد یه چیزی ساختن کلیکر میخریدی میذاشتی میگفت هستی یا نیستی، شما اگه نبودی هم اون میگفت هستم، دروغ میگفت. خودمون کم دروغ میگیم، دستگاه گذاشته بودن که جامون دروغ بگه. در اصل امروزه کامپیوترها، مخصوصا اینایی که مثل ما کامپیوترشون در رابطه با بیزینس یا شغلشون هست، همیشه 24 ساعته روشنه. به خاطر همین مخارج و هزینه‌های ما بیشتره. اینترنتی که ما داریم قوی تره، اینترنتی که ما داریم گارانتی و تضمین داره، مال شما تضمین نداره، شما که خوابی اونم یواشکی خاموشش میکنه، ولی مال ما اینجوری نیست. به همین خاطر گرونتره، از شما کمک میخوایم از که حمایت کنید تلویزیون مردم رو. این هم از این. خب شرکت کتاب و تقویم یلو پیج رو گفتیم، تا
کتاب برهان شفا برای آقای منوچه خان در ماساچوست میفرسیم. آدرس پی او باکسشون رو دارم و شما هم اینجا اعتبار دارید، وقتی کتاب رو دیدید همون همت عالی هر قد که دوست داشتید حمایت کنید. اگر نداشتیدم، چون میدونم شما سخت کار میکنید و اینها، مهمان من باشید. و اما شخصی به نام هوشنگ که لهجه هم میگه همشهری و شیرازیه، لطف کرده بود از کالیفرنیا تماس گرفته بود، نمیدونم گفته بود که میخوام مبلغی رو بفرستم یا میخوام مطلبی رو بفرستم. در هر صورت من روی اون تلفن تکس فرستادم. اینم یکی دیگه از این اشکالای تلفن‌های جدیده. شما تکس که میفرستی، اگه طرف تکس نداشته باشه، سیستم به شما نمیگه که آقا تکس شما، خانم تکس شما فرستاده نشد. شما فکر میکنی فرستادی، اون بنده خدا میگه عجب این سوربی براش پیغام گذاشتیم، حتی جوابمونم نداد. حالا بعد از برنامه امروز طرفای ساعت 5:30 ما که میشه 3 بعد از ظهر و کالیفرنیا با هوشنگ عزیزم تماس میگیرم. و اما همشهری داریم، میدونید که فامیل بوشهری ها، رهایی ها، اینها توی شیراز از سالهای سال پیش آمدن و دیگه اینها شیرازی هستن، با وجودی که فامیلی میگه بوشهری ولی شیرازی هستن، مثل آقای رضا شیرازی که آبادانی بود و خیلی ها اینجوری هم دیگه، هیچ اشکالی نداره. این دوست عزیزمون بعد از سالها من رو دوباره تو تلویزیون پیدا کرده و ایشون میگفت جالبه که تو تلویزیون آمریکایی بودی. گفتم کدوم تلویزیون؟ گفت والا نمیدونم، از بس آدم تلویزیون ها رو میچرخونه توی تلویزیون آمریکایی من شما رو دیدم و تصمیم گرفتم که تماس بگیرم و پیام بذارم. منم امروز صبح زنگ زدم، ایشون میگم من باورم نمیشد که شما زنگ بزنی. گفتم خانم بوشهری چرا توهین میکنید به من؟ من دوست دارم دوستان باورشون نشه که من زنگ نزنم، باورشون نشه اگه من تماس نگیرم. من که بارها گفتم و روی فیسبوک هم نوشته، ما ریسپانسیو بودنمون یعنی جواب دادن، پاسخ دادن، مسئول بودن 100% امکان نداره جواب کسی رو ندادی باشیم. و اگر یه روزی برسه تنبل بشم، یه روزی برسه از شما بیننده ها ناراحت باشم، بگم بابا ولم کن، ما همه کاری برای اینا میکنیم، اینا والا خودم هم تعجب میکنم، اینا آقا مثلا 6000 خورده نفر اومدن رو فیسبوک، همم اسم دارن، رسم دارن، خب 6000 تا 1 دلار اگه برای ما بفرستن ماهیانه، ما دیگه نمیخوایم از این اون پول بگیریم که به همون تهمت جاسوسی و مزدوری بزنن. چرا مثلا بگیم فلان چلو کبابی مزدوره چون پول میگیره؟ احمقا، اون چلو کبابی که به شما چلو کباب مجانی میده، ببینید چرا بهتون مجانی میده. عذر میخوام وقتی من میگم احمقا، شما ناراحت نشید، مگر اینکه احمق باشید، اون موقع هم ناراحت نشید، نشون دادید که احمقید، ما هم فهمیدیم، برید عاقل بشید. خب اینم از این. یکی از دوستان که همکلاسی خانم منصوره پیرنیا بود تماس گرفت که آقا برنامه‌تون رو دیدم و اون چیزی که شما میگید که اینها ممکنه انقدر وضعشون خوب بوده که خبر از گرسنگی و بیکاری و قسمت دیگه شهر نداشتن، در رابطه با خانم منصوره پیرنیا اینجوری نبوده. ایشون زندگی آنچنانی هم نداشته، فامیلیش هم پیرنیا نبوده و ایشون برعکس، مثل اینکه میخواسته از اون زندگی خودش و فامیلیش و اینها یه جوری فوری بیاد خودشو به پیرنیا و به خانواده شاه و اینا بچسبونه که موفق بوده. خانم منصوره پیرنیا، اگه شما در این موردم صحبتی داشتید، مثل همیشه تلویزیون مردم اسم هر کسی رو میاره، بهش این حق رو میده که طرف بیاد اون هم انتقاد کنه، اون هم نظر خودش رو بگه. و اما آقای حسن دایی الاسلام که ممکنه شماها اسلامش رو ندونید، ایشون میگن مجاهده، خودش میگه من نیستم، برادرش گویاد مجاهده، اب نداره دیگه. ایشون عکس یه زیبا اندامی رو انداخته بود، یه جوانی تو ایران، و نوشته بود که این آقا میخواد بره سوریه، حالا این اگه بمیره چه تابوتی اندازه این میشه. من خندم گره، میخواستم میگم آقای حسن دایی الاسلام، شما و مجاهدین همتون فکرتون اینجوریه،
بیچاره فکر این بکن این قول بیشاخ و دومی که شما میگید اگر بره سوریه با این پیرمردا و پیرزنای ساخانه سالمندانی که شما دارید اگه یه وقت روبرو بشن چه اتفاق خواهد افتاد؟ اون موقع شما نگران کفن و دفن و تابوت این نباش، مگه شما خدای نکرده مسئول مرده ها شدی، مرده شورخونه باز کردی که از حالا نگرانی که این هیکلش بزرگه؟ یادتونه تو فیلم های وسترن هم وقتی اینا میخواستن همدیگر دوئل کنن طرف با متر یا با یه بندی وایساده بود تا یکشون میافتاد اینجوری اندازش میگرفت میرفت براش تابوت میساخت. ممکن آقای حسن دایل اسلام هم این همه که فعالیت کرد به جایی نرسیده، شاید شغل شریف مرده شوری رو میخواد پیشه کنه. ماجرای مرده شوری سربی رو میدونید؟ من سالها پیش سال 86 وقتی اومدم اینجا از همون روز چهارم پنجم رفتم کلاس انگلیسی، اون موقع هم رفتیم کلاس های ESL English as a Second Language، همه جا براتون میذارن، مجانی، آدم های خیر، معلم های داوطلب، بعضی وقتا هم دولت یک کمک میکنه که بابا این اگر زبان بفهمه امکان خطاکار بودنش کمتره. باز دیشب داشتم 60 مینیتو گوش میکردم، آقایی که مسئول مبارزه با اعتیاد و اینها هست گفت ما 40 سال اشتباه کردیم، آدم معتاد رو نباید بگیریم بندازیم زندان. یادتون اون وقتا دیوونه ها رو هم میگرفتن میبستن این بربر یا مریض ها رو. این میگه آقا، این آقا میگفت که معتادین مریض هستن و باید اینها رو مثل یک بیمار، مثل یک مریض با روش های خوب شفا و درمان و خدمات انجام داد. شما اینو میگیری میندازی تو زندان که چی بشه؟ در هر صورت این برنامه هست. حالا داشتیم نقل چی میگفتیم به این نشست رسیدیم، آن دایل اسلام و مرده شوری سربی. رفتیم کلاس همینجا توی فارس چرچ و چندین دوست با همون بودن که اصلا یه سری دوستای من از اونجا دوست شدیم. آقای حسین شهابی بود، آقای شهاب امامی بود، دوستمون خانم الهام بود و اینها، و خب یه عده‌ام اسپانیش و ویتنامی و اینها، و همه چون بزرگسال بودن و 30 سال پیش هم میدونید سیگار کشیدن اصلا یه چیز معمولی بود. وسط به اصطلاح موقع زنگ تفریح این دوستان میومدین توی اون حیاط سیگار میکشیدن و صحبت میکردن. خب دیگه نمیشه که همش وایسی سیگار بکشی، حرفم میزدن. اون میگفت شما چجوری آمدی؟ خیلی برای من جالبه که طرف از کشورش فرار میکنه، به قول خودش میگه منو تبعید کردن، پناهنده میشه این ور اون ور، یه ماه، دو ماه، یه سال، سه سال میمونه با بدبختی میسازه، همچین که پاش رسید به آمریکا یا پاش رسید به اروپا به این و اون به دیگران پوز میده که خاک بر سر شما که پناهجو هستید، من داداشم آورد منو اینجا. یکیشون میگفت که من با داداشم یه شرکتی درست کردیم، ایمپورت اکسپورت، واردات و صادرات، و من اونجا که بودم از آلمان برای این ماشین میفرستادم و اینها. یکی دیگرش گفت که من با داداشم شرکت ساختمانی را انداختم. اون یکی دیگه گفت که خواهر من با فلانی ازدواج کرده، شرکت فلان دارن، از طریق شرکت گرفته. ما دیدیم عجب مکافاتی شد، ما بیچاره اینجا پناهنده بدبخت تو سری خور هستیم، دو سال هم توی آلمان بدبختی کشیدیم، با دو تا بچه وایسادیم و اینها. اون موقع هم زمان ریگان بود. خب ما از همون موقع این رک صحبت کردن و آقای علی شیرازی نازنین همینجوری داشتیم دیگه. خیلی هم کتک خوردم، از داداشام کتک خوردم، از بابام کتک خوردم، از دوستام به اصطلاح کتک خوردم. بمانم به ما گفتن خب سوربی جان شما چجوری اومدی؟ گفتم که والا چی بگم، ماجرای من خیلی جالبه، ماجرای من از این شرکتای شما و از این چیزا نمیدونم فلانی. یه دوستی ما داشتیم میگفت که من مکانیکم، اومدم اینجا، تا اومدم گفتن آقا ما مکانیک میخوام این ویزای دائم بده. گفتم آقا اینجوری نیست عزیز من، نگو آخه دیگران یه کمی چیز میکنن. خلاص ما گفتیم خب حالا 10 دقیقه وقت داریم، ایرانی ها هم که 15 دقیقه استراحت رو میکنن، نیم ساعت رفتیم روی منبر یا روی منبر.
گفتیم که آقا میدونید که توی آمریکا خیلی زود اینها خودشون رو ادجست میکنن، تنظیم میکنن کشورهای دنیا دیگه. دیدن الان مسلمان ها زیاد شدن، افغانی ها اینجا زیادن، ایرانی ها زیادن و به یه مشکل روبرو شدن. دیدن بابا اینا باید مردشور داشته باشن و اینا رو نمیشه همجور بندست تو قطی بره. ضمن این که آمریکایی هم دوستان به این سادگی نیست، اتفاقا مردشوری آمریکایی ها از ما بهتره، هم داخل رو میشورن هم خارج رو میشورن. داخل خون طرف رو هم میکشن، بعد میشورنش، بعد آرایشش میکنن، این روزی که زنده هست لبخندم اینجوری میزنن، اینجاهاش هم چسب میزنن، صورتش اینجوری مثل چسب همیشه داره به شما لبخند میزنه، میگه دیدی من زودتر از تو مردم، حالا تو باید برای من گریه کنی. اینجوری خلاصه ما گفتیم آقا این آقای ریگان گفته که ما باید بگردیم یه ایرانی بیاد مردشور ایرانی ها بشه. آگهی زده بودن بزرگ، منم رفتم گفتم آقا من نمیخوام دبیر هنرستان باشم، میخوام برم مردشور بشم تو آمریکا. همه گفتن آقا دبیری اینجا بیکاری، تو شغل به این خوبی داری، خونه داری، فلان داری، دیوانه شدی؟ گفتم آقا مگه همه شما دیوانه نشدید اومدید آمریکا؟ شما دکتری آمدی اینجا داری سبزی میذاری توی قفسه، شما نمیدونم چی کاره بودی، معمار بودی، خونه میساختی، اومدی اینجا صبح میری نمیدونم سر کار بیگاری. خلاصه آقا اینا از ما ناراحت که آقای سربی این چه حرفیه میزنی شما، معنیش اینه که یعنی ما دروغ میگیم؟ من گفتم ای بابا من جایی گفتم شما دروغ میگید؟ شما داستانهای خودتون رو گفتید، منم داستان خودم رو گفتم، حالا کدومش قابل باوره؟ منی که آمریکا مرده ها زیاد شدن، مرده های مسلمون احتیاج به مرده شور دارن، یا شمایی که یکیش میگی من ماشین خارج وارد میکردم، یکیش میگی من بابام نمیدونم فلان کرده؟ گفتم برید خجالت بکشید، با افتخار با سربلندی به دیگران بگید من شغلم این بوده، ول کردم شغلم رو به خاطر یه حکومتی که به من زور میگه. خاک بر سر اومدید اینجا سرتون میکنید زیر برف، کونتون میکنید هوا، اون وقت شما تازه از من ناراحتید که من به شما توهین کردم؟ من با زبان خوب بهتون گفتم شما دروغگو هستید و همین جوری که دروغ من معلوم میشه دروغ شما معلوم میشه. حالا شما نظرتون چیه؟ شما چه جوری اومدید آمریکا؟ شما هم از این دوستا دارید که توی مهمونی ها فیس کنن من بابام اصلا آمریکایی بود ولی تصادفاً در ایران زندگی کرده بودیم، بعد وقتی که ما بزرگ کرده بودیم به ما گفتن چرا اینجا زندگی کرده هایی، خب بیا برو کشورت آمریکا. من همچون بابام یک پاسپورت آمریکایی برام گذاشته بود آمدم آمریکا. خب چی بگیم آقا؟ تو بگو منم حرف خودم میزنم. ولی آقا خانم بنده 5 سال هم توی ایران بعد از انقلاب وایساد، دو تا داداش هم اینجا بودن، هی بهم میگفتن پشت بیا، میگفتم آقا چیکار دارم بیام اونجا، ولی دیدم دیگه نمیشه زندگی کنی. آقا خمینی دروغ گفتی، آقای رفسنجانی دروغ گفتی، اگر شماها دروغ نگفته بودید امروز یه وبسایتی نمیاد به نام امپراتوری دروغ وایس راجع به شاه و خانواده‌اش بگه. اگر شما راست گفته بودید، با مردم خوب رفتار کرده بودید، شاه و شاه اللهی اصلا می رفتن تو سوراخ‌ها قایم می شدن، نه که بیان بگن آه دیدیم آه کفن دوزیدیم، اقلا تو قبر باباتون که خرابکاری نکردیم. ما با بگیم چشم ممنون، صد رحمت به کفن دوز اولی. درست ماجرای کفن دوز اولی شد که کفن‌ها رو می دوزدید و کفن دومی که هم کفن‌ها رو می دوزدید هم خرابکاری می کرد تو قبر پدرتون. حالا شما میگید کفندوز، بابا کفندوز بده، چه اونی که میدوزه و میبره، چه اونی که میدوزه و خرابکاری میکنه. حرفی دارید بیان مهمون من باشید صحبت کنید. خب آقای سهراب چمنارا و ضیا صدرالاشرافی، ماجرای من و یکی از مجریان تلویزیون رنگارنگ. سالها پیش من در تلویزیون رنگارنگ برنامه داشتم و چون یک روز در هفته بود و 4-5 ساعت به اصطلاح برنامه، نیم ساعت این بود، نیم ساعت اون بود، نیم ساعت اون بود، و خب نمیخوام تعریف از خودم بکنم، اونایی که بودن و میدیدن دیدن که من همین
کل خشکی و بیپروایی و نترسی یه دفعه مشهور شدیم. اصلا سوربی the most controversial TV host، جایزش چی بود؟ هیچ. اونای دیگه اقلا این ورانور تملق گفتن، یه حقوقی دارن، پولی دارن، ما هیچی نداریم، جایزه ای نداشت، ولی افتخار داره. افتخارش اینه که الان دیگران جرأت میکنن به هر کسی از خدا، شاه، شیخ ایراد بگیره. اینا من پایه و اساسش گذاشتم تو تلویزیون ایرانی. اگه نمیدونید برید تحقیق کنید. سال 2000 تا 2003، از 2003 هم تا اینجا پرونده هاش هست. آقای چمنارا یه نوشته برای من نوشته، روی فیسبوک گذاشتم، اجازه بدید اگرم پیداش کنم اینجا برای شما بخونم. و من به ایشون یه نصیحت کردم، گفتم ببین آقای چمنارا، شما که میگی آقای شهشهانی چنین و چنان، تا روزی که پول کلان دادی به ایشون، ایشون دیدی که برات فردوسی رو میخوند، تازه هی هم تعریف میکرد، شما میگفتید کتاب مقدس شاهنامه، میگو آقا مقدس ترینه، همچین که بهش گفتی اینجوری یا یکی دیگه یه پول بیشتری بهش داده، شما رو کرده بیرون یا یه کاری کرده، یه محیطی درست کرده که شما نتونی اونجا برنامه داشته. حالا ایشون آمده نوشته که چرا تورانیان همیشه برای ایرانیان خطر بودند؟ در شاهنامه ترک یعنی تورانیان، چون در تاریخ قبل از اسلام ترک ها فقط در مغولستان بودند. این داستان را از کتاب مقدس بخوانید که در پادشاهی هرمز چنین اتفاقی برای ایران افتاد. چون 10 سال از پادشاهی هرمز گذشت، از هر کشوری آواز بدخواهان بلند شد، از راه هرات ساوشا با 400,000 سپاهی و 1,200 فیل جنگی از مرو رود تا هرات را با سپاه خود پوشانید. از آن سو قیصر با 100,000 سپاهی، حالا دوستان خودتون حساب کنید، 400,000 تا 100,000 تا نیم میلیون ارتشی، آخه انصاف هم خوب چیزیه. این هم وقتی میگم خانم نیر عزیزم، اینا رفتن توی داستان به اشتباه تاریخ رو با داستان عوضی گرفتن. نیم میلیون سرباز، 1,200 فیل جنگی. حالا خود یه فیل شما ببینید چند نفر باید مواظبش باشن، خوراکش تهیه کنن، چی کنن، آموزش بدن، اینا بمانه. داستان شما که نمیخواد، شما یه سرباز اگه بخوای بیاری کلی کار داره، ولی اگه بخوای بینیسی 500,000 تا سرباز اینجا بودن مهم نیست. بچه بابا من از کجا اومدم؟ بابا یه لکلک تو رو واسه من زن، این خوشگل داشت بر رفت لکلک. چی میگی؟ این دوستان نمیدونم که ما روی برنامه زنده هستیم. بله درستا، ممنون. خلاصه اون اومد 400,000 تا، اونم 100,000 تا سپاهی، شهری را که انوشیروان گرفته بود پس گرفت. حالا این چه شهری بوده که در آن زمان احتیاج، در زمان قبل از فردوسی بوده که فردوسی نوشته، احتیاج داشته 500,000 سرباز بیان بگیرنش، اون شهر رو شما برای من مجسم کن یا بنویس برای خودت کیه، کدی، چه شهریه. سپاهی از خزر آمد که از ارمینیه تا اردبیل لشکرشان پراکنده شد. سپاهی که پیشرو آن عباس و حمزه بود تا طرف آبهای فرات نزدیک شدند. نامداران و موبدان جمع شدند تا چاره کار کنند. موبدی که وزیر بود گفت، ببینید دوستان، از همون قدیم همین آخوندا موبدا وزیر می شدن، یعنی همیشه پادشاه ها این مذهبیون اونا دستور می دادن. پادشاه دنبال عیاشی، بچه بازی، لوس بازی، اینا بودن که می چرخوندن. حالا یه زمانی اسمشون میشه موبدان، یه زمانی اسمشون میشه آخوندا. من و شما ملت بیچاره، همیشه ملتیم، هی هم به زور میخوام بکنن اون امت بشیم بره، شبانم وایستاده بریم. دیروز برای یه مسیحی نوشتم، آقا من نمیفهمم این خدا چرا با شما مستقیم صحبت نمیکنه که شما با افتخار رفتی عکس گرفتی من و پدر روحانی کلیسای شهرمون. انقدر بی پدری کشیدید که هر کسی رو میبینید میگید پدر، تازه میگید پدر روحانی.
میگن که روح یعنی روان، میتونید پدرهای روحانی رو هم بگید روانی دیگه، با آقای روحانی هم تو ایران میگن روانی. این همه قول دادی آقا، الان ماه رمضان ویدیوها رو نگاه کنید تو ایران، از گرونی از بیکاری دیگه خود خامنه‌ای هم صدا داده، بعد میگه خجالتش برای من زیاد. آقا اگه خجالت داره پس تو دروغ گفتی، گفتی ما موفقیم. این بود که برای داریوش عزیز نوشتم آقا این امپراتوری دروغ، بگو خجالت بکشید شما که از شاه و طرفداران شاه دروغ بیشتر میگید دیگه، اینقدر هم هی وای نسید پخش کنید، ولی اونا حقوق دارن میگیرن، اون بدبختان دارن حقوق میگیرن. یعنی مثل کسی که ساواک کار میکرده، اتفاقا آقای فیلاوی یه برنامه داشت گفت که رفته مثلا تو ساواک یا کلانتری، اون افسره گفته که والا من خجالت میکشم که این نون حرام رو میبرم برای زن و بچه‌م، گویا برادر خانمش رو گرفته بودن و اینها. اینا اینجوری هم خجالت رو میکشه، ولی میگه خب دیگه حالا شغل بدی هم نیست، اعتباری هم داری. خلاصه آمدند و چاره کردند. موبدی که وزیر بود گفت سپاه خزر جنگ نمی کنند، با رومیان داستانها داریم، از اعراب ترسی نداریم، چون آنها مار و سوسمار می خورند، فقط قیافه های زشت و ناراحت کننده دارند و جایگاه جنگی ندارند. دوستان یه وقت فکر نکنید من اینا رو دارم از خودم میسازم، بذارید بهتون اصلا ایمیل ایشون رو نشون بدم که با فارسی هم نوشته، والا به جدتون من اصلا نمیتونم، مغزی ندارم که یه همچین داستانی رو بسازم، ولی این دوستان داستان رو ساختن، با افتخار هم بر اساس این داستان استناد میکنن و به دیگران هم میفرسن. خود شما امروز اگه مثل من باشید که همه عمرتون یه نفر براتون خوراک پخته، حالا یا مادرتون بوده یا همسرتون بوده، شما بلد نیستید یه چیزی، اگه تو بیابون یه روز باشید از گرسنگی میمیرید، اگه به شما بگن برو با یه عرب بجنگ که این عرب آقا میگیره دو مار و سوسمار میخوره، شما میگید چی؟ میگید آهان اینا که بلد نیستن ولی قیافه هاشون زشته، من از قیافه هاشون میترسم، از مار خوردن. آقا والا چی بگم آقای چمنارا، نکنم چی، این کتاب شاهنامه رو یکم بذار کنار، بیا کتاب ملت‌نامه رو از درد دل من بنویس، شاید وضعمون بهتر بشه. فقط قیافه های زشت و ناراحت کننده دارن اینها، دارم اینجا براتون موسم میارم روش، ببینید اینها. اوکی، حالا شعرم گفتم، ای کاش یه شیش ماهی هم همه از شعر گفتن مرخص بشن. ندارم به دل بیم از تازیان، که از دیدشان دیده دارد زیان، که هم مار خارند و هم سوسمار، ندارند جنگی گه کارزار. خب حالا اینجا ببخشید دوستان، یکی نباید بگه خب خاک بر سر اون پادشاهان کبیر ایران که با اون سپاهاشون با اون چیا، از اینایی که خودتون میگه اینها مرد جنگی به هنگام کارزار ندارن شکست خوردن. ببینید چون متوجه نیستن الکی حرف میزن. ساوشاه نزدیکتر است و خطر از راه خراسان است، که لشکر و گنج ایران را ویران خواهد کرد. چون ترک ها از جیهون وارد جنگ شود، باید بیدرنگ مقابلشان ایستاد، پس 100,000 سپاهی آماده کردن. اصلا همچین میگن 100,000 تا، اینگا میگن 2 تا. آقا ما امروز دنبال یه مرد میدون میگردیم، پیدا نمیشه، انقدر کمبود مرد شده که آقای چمنارا شما میگین آقا رضا علیل ممکنه یه وقتی مرد بشه، چی داری میگه قربونه بدونم 100,000 سپاهی، اونم حالا فعلا این 100,000 تا رو بفرستید یه طرف. بله، پس 100,000 سپاهی آماده کردند و برای قیصر پیغام فرستاد و آن شهرها را که انوشیروان گرفته بود پس داده و دیگر بار از روم نخواست، و چون پیغام به قیصر رسید زره بازگشت. آن زمان شاه روم نیاورد جنگ اندران مرز و بوم. سپاه ایران به فرماندهی خرداد به ارومیه رفت و تعداد زیادی از سپاه خزر را کشته و آنها را شکست داد، و به این ترتیب به جز کینه ساوشاه نگرانی دیگری برای هرمز باقی نماند. الان هم سعودی ها در دو جبهه،
یکی در خوزستان و دیگری در آذربایجان به خیال خودشان ناامنی ایجاد میکنن. خب حالا ما بگیم به خیال خودشان، مگه شما نگفتی که اعراب جنگجو نیستن و اینها به خیال خودشون فکر میکردن چنین و چنان؟ خب ببین چجوری 1400 سال پیش پیروز شدن و 1400 سال مملکت رو نگه داشتن. شما هم امروز سعودی ها رو دست کم میگیری، میگی که به خیال خودشان ناامنی. آقا ناامنی ایجاد کردن، همین که امروز شما تو آمریکا داری در موردش صحبت میکنی یعنی اون ناامنی رو ایجاد کرده. داستان الاهواز و کنفرانس آنها در کویت را چند هفته پیش شنیدید که بیشتر به یک فکاهی کلاسیک بود. با آن قیافه های مسخره داستان هم اصلا لازم نیست پیگیری بشود، اتفاقا باید برید پیگیری کنید. قیافه های مسخره، همین قیافه های مسخره آقای نوریزاده و خانم شیرینه که چی اون خانم شیرینه چی بود جایزه گرفت، اینها هم تو نشست الاهواز بودن. این قیافه های مسخره رو دست کم نگیرید. همین قیافه مسخره آقای نوریزاده بود که روی پشت بام مدرسه علوی بوده، چی بوده اون موقع، شاهد اعدام و تیربارون اونها بوده. چه کسی مقام داشت اون موقع بره اون بالا؟ همین قیافه های مسخره. من با آقای چمنارا گفتم چون شما اینو فرستادی و من ازت پرسیدم من میتونم اینو بذارم رو فیسبوک، شما گفتی بله، چون روی فیسبوک میذارم به عنوان یه بیننده و خواننده فیسبوک هم نظر خودم رو میگم. داستان الاهواز چنین چنان، داستان هم اصلا لازم نیست پیگیری بشود همونطور که در شاهنامه نوشته شده، ولی خطر از طرف پانتورانی های مقیم خارج است که با چادر و روسری فدرالیست و ایده مزورانه زبان مادری که میخواهند آن را جایگزین زبان ملی کنند حالا وارد میدان شدند. مشکل آنجاست که خیلی ها نمیدانند مردم آذربایجان و آران که امروزه شده دولت آذربایجان فقط اسم زبانشان ترکی است و این مردم در طول تاریخ با ترکان مغولی ساکن در ترکیه امروز در نبرد بوده و مردم آذربایجان را نباید با ترکان ترکیه قاطی کرد. ارادتمند سهراب چمنارا. نظر من اینه که امروز هم به نظر من شما اولا هر کسی در هر زمانی دشمنی رو توی هر قسمتی از خاک کشورش دست کم بگیره اون بزرگترین اشتباه رو انجام داده. این یک اشکال. اینه که شما هی میری تو شاهنامه بعدم لابد میخوای بگی که همچون سعودی ضرر کرد و رفت منم بودم آنجا و به این چند بفت. اینجوری نیست عزیزم. دنیا الان یه جاییه که دیدی میز جنگ دارن، میرن نگاه میکنه میگه آقا این 60 تا تانک گذاشته اونجا، ما باید 70 تا تانک بذاریم اگه بخوایم پیروز بشیم. این 10,000 نفر آمریکا تو قرن 21 امروز میخواد 10,000 نفر سرباز پیدا کنه. برید ببینید با چه مشکلی روبرو شدن. پولایی که گند زدن عوضی قلابی این بر اونور رفته. اون وقت یه دفعه نمیدونم آخوند موبد فلان وزیر گفت که 100,000 تام بفرست اون ور، 100,000 تا فرستادن و پیروز شدن. شما حالا بشین همه زندگی تو بذار بر مبنای این. ولی به آقای چمنارا یه پیشنهاد کردم، گفتم اتفاقا شخصی رو که من اسم میبرم شما میشناسید، آشنای شما هست، ایشون طرفدار پادشاهیه، آدم نیست دیگه، بالاخره شهربانی بوده و نمیدونم وضع خوبی داشتن و اینها احترام بی خود علکی بهشون میدادن. میدونید کسایی که قابل احترامن احترامش بذاری خوبه، ولی کسی که قابل احترام نیست احترامش بذاری این بدتر از اونای دیگه میخواد این شغل رو نگه داره، چون میدونه این اعتباری نداره، احترامی نداره. اینها آمدن وقتی که من آقای مسعود انصاری رو به اصطلاح آوردیم و من نیاوردم، ایشون اومد با کامران عطابکی بود، کامران عطابکی نمیدونم یا اون بود یا این، خلاصه یه ماجرای اومدن من گفتن آقا شما میای با این مسابقه کنی؟ اتفاقا من گفتم من دارم کار میکنم و برای این 3-4 ساعتی که اگه بخواین بیام با این بنده خدا گفتم آقا پول ندارم. بعد آقای
کامران عطابکی گفت آقا این که دیدی با کیم کیف جیمز باندی؟ گفتم والا ما ندیدیم. به ما که رسید یک کتابی می آورد، چهار تا کاغذ اینجوری وسطش بود، همیشه هم بنده خدا آقای انصاری وقتی اومد این سوالا اینجوری نوشته بود، گذاشته بود که مردم می گفتن آقا اگه این کتاب مال خودت هست چرا نمیدونم نوشتی؟ کیا؟ شاه الله بی سوا. نمیدونستن طرف کتاب دانشگاه رو مینوشت، چاپ میکرد، دیگران از استفاده میکرد، ولی خودش وقتی میخواست درس بده کتابش رو باز میکرد یا نوشته و جزوه خودش رو باز میکرد. نمیدونن دیگه، میدیدن شاه میاد علاکی حرف میزنه، فکر میکردن فقط همینجوری باید حرف بزنی. نمیفهمن که او کسی که میخواد درس بده، اون کسی که میخواد یه چیزی رو به مردم منتقل کنه، باید چیکار کنه؟ چپتر به چپتر، فصل به فصل جلو بره. خب در صورت برای ما که آمد آقای عطابکی ایشون یک کتابی میگرفت دستش، چهار صفحه. اگر دوره شما پول بوده که بعدم یه بار تو کباب بازار من گفتی آقا تو که دیگه میدونی داور کیفای جیمز باند، گفتم والا من ندیدم، شما دیدی بیا مهمان برنامه من باش بگو. اینه بدبختی ما، تا روزی که وای میسن آقای پیر خراسانی مثل شما همون دستمال مالی میکنن، فلان تلویزیون بهترینه، وقتی میرن میگن اون نشریه بدترین، من اصلا نمیشناسم اون نشریه تو کانادا رو، بدترینه. بعد تازه به دیگران هم نصیحت میکنن که آقا حالا که رفتی دیگه بعدشو نگو، ولی یادشون نمیاد که خودشون از اونا پسترن و این کار کردن. و رئیسشون الان آقای شهشهانی از میبودی بد گفته، از شجره بد گفته، از داور بد گفته، از من بد گفته، از هر کسی که بهش یه میکروفون داده میکروفون رو گرفته، دستش هم گاز گرفته. اینم از این ماجرا. خب قانون جرم سیاسی ابلاغ شد، این هم شرق دیلی. بذارید ما بریم دوستان توی این پرونده‌ای که گذاشتیم، من اول اینجا نگاه کنم ببینم چیزی دیگه. تماس با منوچه. چشم منوچه جان، امروز بعد از 6 با شما تماس میگیرم، ولی قرارمون برای 2 بعد از ظهر روز جمعه. ضمناً ای کاش من بتونم تا اون روز این کتابا یا این میفرستم بیاد دیگه، حالا چون میدونید هرچی مثلا کتاب و اینا رو زیادتر بفرسی بعد دونه ای ارزونتر میشه. مثلا شما اگه 2 تا کتاب بفرسی ممکنه پول پستش بشه 10 دلار، یه کتاب که میفرسی میشه 8 دلار، چون اینا یه پولی میگیرن. چجوری بگم براتون نمیدونم، مثلا مثل 3 دلار میگیرن، مثل تاکسی سوار که میشی در که باز کنی 3 دلار، ولی اگر زیادتر بشینی تو تاکسی ارزونتر میشه. اینجوری در هر صورت اینم از این، اینم از این. شما هیچ وقت شنیدید که میگن خدا جای حق نشسته؟ یه نویسنده بود خیلی قشنگ نوشته بود، یه بار نوشته بود که ای کاش خدا از جای حق بلند شه و بذاره حق جای اون بشینه، یا حق جای حق بشینه. خیلی قشنگ بود. اینم از این. یکی از دوستان در باره فرستادن ایمیل و تقاضای حمایت. یکی از دوستان گفت سوربی تو تلویزیونت هم کم میگی به مردم حمایت کنید، هم یکم هم ناراحت میشی، عصبی رفتار میکنی با مردم. نگاه کن آقای برنی سندرز، خانم هیلاری کلینتون، اینها هر روز 4-5 تا ایمیل برای آدم میفرستن که دیگه آدم بعضی وقتا از خودش خجالت میکشه. اگه حتی پول نداره امروز میره از همسایش قرض میکنه، 5 دلار 10 دلار 20 دلار برای اینا میفرسته تا ما آینده پول همسایه رو بده، یا شاید هم امیدوار باشه همسایه بمیره این پولم فراموش بشه. براش نوشتم دوست عزیز من حدود 13,000 نفر اون موقع، الان 16,000 خورده، روی فیسبوک و ایمیلام بودن، اینا رو برداشتم فرستادم که تلویزیون مردم به حمایت شما احتیاج داره. یک نفر اونم یه خانمی 100 دلار حمایت کرد. آخه شما اگر توی 100 تا ایمیل یه نفر، دو نفر، سه نفر، 5 نفر ریسپاند کنن، جواب بدن، حمایت کنن، شما خوشحال میشی این کار انجام میدی دوباره. ولی توی 13,000 نفر یک کسی به من بگه این عدد 1 تقسیم بر 13 چند تا صفر میاد جلوی این؟ 1/13,000 دیگه، 1/13,000. من نمیدونم چجوری براتون بنویسم. گفتیم آقا نخواستیم، اگه شده خودمون سرما گرما زمستون تابستون میریم کار میکنیم، دیگه پیر شدیم 60 سالمونه، این دوربین ویدیو رو که میزنیم روشونه هامون وقتی میایم دست درد میگیریم،
شونمون کتفمون تا یه روز همینجور درد میکنه، باید الیف بخوریم و قرص بخوریم تا این ماسلمون یا ماهیچمون ریلکس بشه، یعنی خودش رو ول کنه، شل بشه، تنس دیگه، همینجور گرفتیش دیگه. چرا میگن دستت خسته میشه؟ یه داستانی هم بود دوستان، ماه رمضانه، ولی من آبو میخورم بهتون میگم چرا میخورم. شما اگه روزه باشید ثوابتون بیشتر میشه. چرا؟ من باور ندارم مردم و دنیا رو باید به اصطلاح مجبور کنن که اونها چیکار کنن وقتی قلابی نشون بدن، یادمون میره بعضی وقتا، تظاهر کنن که اونها هم روزه هستن که شما که روزه گرفتی یه وقت دهنت آب نیفته. اگر شما به خدا باور داری و به روزه باور داری و به فلسفه روزه باور داری که قرار امروز شما از دل تشنگان، از دل گرسنگان با خبر بشی، پس من هر چی بیشتر آب بنوشم و شما هر چی بیشتر دلت کباب بشه ثواب بیشتری بردی. شایدم غیرتت عمل کنه، امشب به جای این که میخوای حالا بعد از روزه دو تا تنگ نمیدونم شربت و آب لیمو و بیلیمو و هندونه و خربیزه نوش جان کنی، دو تاشم ببری بدی به اون گشنه و تشنه ای که همه 12 ماه گشنه است. پس این که من تظاهر کنم، تظاهر به روزخاری نکنی، باورتون میشه؟ حتی تو دوره شاه این قانون بود، تظاهر به آقا من روزه نیستم، تظاهر نمی کنم. اگر تظاهر به روزخاری نکنم احمق، دارم تظاهر میکنم که روزه هستم. قشنگ این دوستون محمد توضیح داد، اصلا ماجرای قمر و عقرب و ماه و اینها نیست، همه را اشتباه، همه را غلط. دوستان یک ویدیوی رو سالها پیش من از آقای مهندس حسن خواجه عبدالله از زرقان از استان فارس دیدم که درباره مضرات یا ضررهای روزه گرفتن، مخصوصا در ایام تابستان که ساعات روز، نه ساعات طولانی نمیشه، اون بین افطار و چیز ساعات زیادی هست، و ایشون میگفت که کم خوراکی حالا ضرر آنچنانی نداره، کم آبی باعث میشه که مغزتون درست فکر نکنه. حالا شما حاضری روزه بگیری، برو آب بخور، خوراکش بده به یکی دیگه. در اصل اگه کسی میخواد درباره مضرات یا حتی درباره محاسن روزه صحبت کنه، بفرمایید تلویزیون مردم در خدمت شماست. آقای حسن دایر اسلام نگران تابوت اون جوان خوشندام نباش، نگران این باش که خانه سالمندانی که سازمان مجاهدین اسمش بود اون به کجا داره میره. یکی از دوستان درباره ایمیل و اینها رو گفتم، آقای هوشنگ پیام شما رو گرفتم و براتونم تکس فرستادم آدرسم رو، اگر تا امروز نگرفتید من امروز بعد از ساعت 6 ماه 3 بعد از ظهر بهتون زنگ میزنم، آدرس رو میدم. امیدوارم که اگر مطلبی هم میفرستید مبلغی هم باش باشه. بذارید من گوش بدم ببینم از شما بپرسم این دوستمون میگه مبلغی یا میگه مطلبی. ضمناً هوشنگ جان باور کن من 3 یا 4 تا هوشنگ شیرازی دوست دارم، دوستام هستن. یکش آقای هوشنگ کارگر که واقعا کارگر خوب و مهربانی هست، بهایی هم هست و انسان شریفیه. یکی آقای هوشنگ رادخو، یکی هم شما. چقدر خوب میشه ما اسم فامیلمون رو بگیم که من بفهمم شما کدوم هوشنگ هستی. خب یه چند تا هم هوشنگ مشنگ دوست دارم، امیدوارم شما جزء اونها نباشی. بذار من ببینم اینو میتونم پیدا کنم که از دوستان کمک بگیرم که به نظر اینها آیا ایشون میگه من مبلغی رو میخوام پست کنم یا مطلبی رو میخوام پست کنم. ولی خیلی ممنون شمارهشو گفته. ببین یه چیزی می‌نویسن، چون بعد آقای جاوید شهافر هم میشه این میگه، البته این نقل قول فکر کنم از حافظه، که چون بدیهاش رو گفتی از خوبیهاش هم بگو. حالا ما اگر
آقای هوشنگ لطف میکنه، تماس میگیره، چه میخواد مطلبی بفرسته، چه میخواد مبلغی بفرسته، ایرادش میگیریم که چرا آقا اسم فامیلت نگفتی. این بنده خدا بابا 4 سال از شماها جلوتره، حداقل اسمشو گفته، شماره تلفنشو گفته، حتی یه جوری هم گفته چه کار داره. بعضیا که زنگ میزنن سربه جان یه زنگی به من بزن، چی هستی؟ شمارت کیه؟ برای چی من زنگ بزنم؟ تازه دوباره زنگ میزنن سربه جان من 3 بار تماس گرفتم، یه زنگ بزن شمارم اینه. حالا بعد که شماره میذاره خب چرا زنگ بزنم؟ دوباره من زنگ نمیزنم. 3 روز دیگه زنگ زد سربه جان من 2 بار پیغام گذاشتم زنگ بزن، میخواستم اینو بپرسم. اون وقت بهش زنگ میزنه. یاد بگیریم که این علی شیرازی به من نگه تو چه کار کردی تو تلویزیون. وقتی بهش میگم این تومارا چه کار کرده، جواب نمیده، بگه هیچ کاری نکرده. میگه شما فکر میکنی چه کار کردی. من یاد دادم به دوستان که زنگ که میزنن حتی به خونه داداشش بگه شماره تلفنم اینه. اونم این روزا که هیچ که شماره تلفن‌ها رو یادش نمیسپاره، میذاره تو تلفن، ممکنه تلفنش افتاده باشه تو آب، ممکنه از یه جای دیگه باشه، زنگ میزنی تلفنشو عوض کرده باشه و اینا، شما بهش بگو داداشون اینه، زنگ زدم حالتو بپرسم، ضمناً می‌خواستم ببینم امروز از بیمارستان مثلا تو میتونی منو ببری خونه یا تاکسی بگیرم فلان، شمارم هم اینه. البته دیگه مثل اون که هواپیمایی که داشت منفجر میشد اون نوار قلابی درست کردن، طرف به مادرش زنگ میزنه میگه من مثلا جیمز سمیت هستم. آخه کی به مادرش زنگ میزنه اسم و فامیلشو بگید؟ اینایی که تقلب میکنن همه کارشون خرابه. کم کم به 90 دقیقه رای میرسیم. ببینم که به به علی ترابی هم آمد. علی ترابی خیلی کارش جالبه، یه مدت نبوده بعد آمده، بعد من میگه سربی کجا بودی؟ گفتم آقا مثل این میمونه که تو بری تو باغوش، بعد به این میمونه که همیشه تو قفسه بگه آقا کجا بودی؟ بعد میمونه هم دیگه بگه آقا ما که هر روز اینجا هستیم تو قفس منتظریم شما بیای، اقلا دیدار شما ما رو دلشاد کنه. گفت من نگویم که مرا از این قفس آزاد کنید، قفسم برده به باقی و دلم شاد کنید. خب شما نیومدی، احوالی از ما نپرسیدی، سرت شلوغ بوده، کنار دریا بودی، بعد میگی سربی کجا بودی؟ نکن همچین. البته این شعر رو عوض کردن، گفت من نگویم که مرا زین قفس آزاد کنید، قفسم برده به باقی و درش باز کنید. اون وقت دیگه من میدونم. خب دنبال چی میگشتیم برای شما؟ یادمون رفت. خدا بگم این علی ترابی از زمانی که تو هنرستان بودا حواس همه رو پرت میکرد. آدمی هست شوخی میکنه زیاد، امیدوارم همیشه هم شاد و شنگول باشه با خانوادهش، اونها هم سالم و خوب. و یادم نیست که میخواستم چه کار کنم. بعضی وقتا بر میگردم این ویدیو رو میبینم میگم ای نگاه کن اینجا میخواستم اینو بگم ولی دیگه الان نشد. اب نداره، ما هم اینجا نمیتونیم برگردیم. اگه یه نفر اینجا بود میگه که سربی داشتی راجع به این مثلا میمون و باغوش صحبت میکردی، اونو ادامه بده. خب اینجا به شدت گرمه، ببین من امروز کراواتم حتی نزدم و اشتباه کردم، این پیرنی که پوشیدم آسین بلنده از ترس سعید. ما هم شدیم مثل ملا نصرالدین با خرش و با پسرش، دوتاشون سوار میشن مردم نق میزنن، دوتاشون پیاده را میرن میگن این احمق الاغ داره ولی پیاده را میره، پسر سوار میشه میگه ملا بی احترامی کرده به ملا، سوار میشه میگه آقا چرا ظلم میکنی به این، هر کاری ما میکنیم یکی نق میزنه. و اون روز سعید گفت چرا پیرن آسین کوتاه پوشیدی، این موهای دستت خیلی بلنده. گفتیم چی بگیم والا. بعد به اون دوستم گفتم حالا میخوام روز دوشنبه وقتی برنامه شروع کردم اینجوری بشینم نگاهی تو دوربین کنم، و ملتم میگن یا سربی دیوونه شده یا اینکه متوجه نیست که روی آنتن هست. بعد یه دفعه بعد از 90 ثانیه یه دفعه بگم وا، بگم هستم ولی چه گویم که ناگفتنم بهتر است، چه گویم که محقق ما، دوست ما، دانشمند ما رفته تو شاهنامه خودش رو گم کرده. هر کی میگیم یا آقای نوری الان نمیدونم فلانیه، آقای اون گرگه، آقای اون فلانه. آها داشتم اینه میگفتم با آقای چمنارا، این آقا رفت یه تیمسار یا یه سرهنگ بدبختی رو آورد، حالا نمیدونم پول بهش میدادن چی میدادن، همین به ذوق تلویزیون آوردن و دوست نشستن با همدیگه دروغ سرهم کردن و گفتن آقای
انصاری و آقای حیدرعلی شهبازی که اینها اصلا توی خونه و دست و پا و نمیدونم آفیس رضا پهلوی بودن، اینا خیلی ناراحت شدن. من گفتم آقا ناراحت نشین، اینا رو بسپارید دست من، من دبیر بودم بلدم چی کار کنم. ما میشینیم بعضی ها میگن مینیشیم، 9 ماه با صبر و حوصله نگاه میکنیم ببینیم این علی ترابی ته کلاس میشینه با این قد بلندش، پا رو فشار میده، بچه ها رو با این صندلی ها جابجا میکنه، هی بعدم قهقه میخنده، هی ما اینجا یه ضربه در میزنیم بغل اسمش، آخر سال موقع نمره دادن کبابش میکنیم. گفت خب چی کار میکنی؟ گفتم آها این آقای فلانی برنامهش قبل از منه. این چی شد؟ Your live video, what happened؟ ببین اسم علی چیز ترابی رو آوردن، نمیدونم چی کار کرد. باورتون میشه دوستان با یه دکمه میری رو 3 2 1 رفت، کارگردانم داره. علی جان میگم اسم این علی ترابی آوردم نمیدونم چه کار کرد، به اصطلاح برنامه زندمون قطع شد. خلاصه گفتم این آقا و این سرهنگ یا تیمسار بیچاره‌ای که آورده اینا برنامهشون قبل از منه، من با یه کاغذ و قلم میام مینشینم هرچی اینا میگن مینویسم، بر اساس نوشته خودشون با مردم صحبت میکنم. آقا یک چنان معرکه‌ای شد، ببخشید میگم آقا، خانم، دوستان، بینم میگم، یک چنان معرکه‌ای شد که مردم به اینا فحش میدادن مستقیم. آخه خجالت نمیکشید اگه دروغ هم میخواین بگین اینجوری بگید اونجوری بگید، و شما مسئولین دوره شاه بودید، این سربی یه جوونی. خب من اون موقع کم چند سالم بود؟ 15-16 سال پیش، 45 سال، خیلی هم پیر بودیم نه؟ در هر صورت، ولی اونا خب 60-70 سالشون بود. من از خودشون استفاده کردم. حالا به آقای چمنارا میگم آقای چمنارا، شما اگه میگی آقای ضیاءالدین صدر اشرافی چیزایی که میگه پای و اساس نداره، هی نرو تو شاهنامه، بیا حرفی که آقای ضیاء صدر اشرافی میزنه ویدیوشو بشین نگاه کن بنویس، قشنگ بگو آقا اینجا آقای ضیاء صدر اشرافی ملت بیا صداش هم پخش میکنیم. دیدید این آقای حسن ارشاد چیکار میکنه؟ نوارای دوستان بهایی رو میذاره، بعد قشنگ میگه ببینید شما اینجوری اینجوری گفتید، اون چیزی که میگن نمیدونم با عموی خودتون میتونید ازدواج کنید فلان، اینها اینجا هست، شما میگید نیست، بیا بگو نیست، تا حالا هیچ کس نیومده. 87 برنامه گذاشته. یه دوستمون راجع به بهائیان نوشته بود، این خودش هم بهائی بوده قبلا، بذارید برگردم، والا من از بس میرم اینور و اونور خودم هم نمیدونم چی دارم میگم، شما رو کجا میبرم، ولی هیچ عیبی نداره. یادتونه برنامه‌ای بود به نام از هر دری سخنی، یا از جنوب تا شمال، از شرق تا غرب، با سری برنامه های سربی با مردم، آنچه شما میخواهید. خب بذار ببینم این دوستمون که خیلی مدت ها بود نبودش، ببینم، آها، پرویز نوشته با تعداد دوستان بهایانی که شما دارید چرا مشکل پول دارید؟ بنیاد نیکوکاران برای بچه های ورزقان پول جمع‌آوری کردن چی شد؟ کجا رفت؟ قربونت برم، دوستای بهایی ما همون موقعی که تازه دوستمون بودن 100 دلار ماهیانه میخواستن بدن یک آقای داریوش، اولا که شروع کرد فکر کنم با ماهی 300 دلار روزی یه ساعت و 50% تخفیف گرفت، به جای روزی 20 دلار کردش روز 10 دلار. میدونی خیلی ها میگن که دوستان بهایی یه سریاشون از کلیمی ها هستن و به همین خاطر بیزینسمن های خوبی هستن. ما نمیخوایم بگیم جودا یا جویش پیپل آر بد اور گود، داریم میگیم اون شم بیزنسشون خوبه. ایشون اومد گفت ساعت چند؟ گفتیم 20 دلار. گفت چه خوب، با شهشهانی تماس گرفتم، گفته نه ما همچی کاری نمیکنیم فلان، گفتیم اوکی. بعد که گفت چه خوب، حالا ما خوشحال، چقدر هر روز برنامه میخوام؟ گفتیم خوب که 30 تا 20 دلار 600 دلار. گفت حالا تخفیف بده. گفتیم بابا شما که گفتی چه خوب، دیگه از خوبم تخفیف میخوای، شما بگو چند. چون همیشه قیمت رو دوستان خریدار تعیین میکنه. حتما میگید سربی دیوانه شده، تا بوده و نبوده فروشنده قیمت رو. من اگر یک لیوانی دارم به سلامتی اونایی که روزه هستن، شما میگه این چند، من میگم این 2 دلار. شما هستی که با پرداخت 2 دلار
تعیین کردی این قیمت خوبه، و الا میگی نه من اینو یه دلار و نیم میخوام، یا میگی یه دلار میخوام. در صورت گفتیم چند؟ گفت 300 دلار. گفتیم باشه. یه مدتی گذشت، گفت از شیکاگو میخوایم بریم تگزاس فلان، نه پول نداریم، ما باهائیای پول ندارم، اومدن فقط تو تلویزیون ما، تلویزیونای پارس و مارس و اینا فقط پولدارا میره. گفتیم آقا چند میخوای بدی؟ گفت برنامه ما رو یه روز در میون بذار، ما 150 دلار میدیم. گفتم آقا من برنامه شما رو هر روز میذارم، همون ما 150 دلار بده، چون برای من مشکل تره که حالا بدو من بیام که ویدیوی شما پخش نشه، کاری که اونچنان به ما نداره، ولی این درست نیست. 150 دلار دادن. بعد یه مدت دیگه کردن 100 دلار. ملت، اونایی که میشینید توی مهمونی ها، ببخشید ارزه ندارید یه جوک بگید، ارزه ندارید، سواد ندارید یه چیز درست بگید، فقط میشینید راجع به تلویزیون ها صحبت. اون که آقا مزدور، آقا شما نمیدونید اون مزدوره؟ نه پدر سوخته، من که مزدور نیستم باهاش کار کنم، تو حتما باهاش کار کردی میدونی مزدوره. من این دقیقه اینا رو تو مهمونی ها میگیرم، میگم شما میدونی؟ میگی بله. میگم از کجا سرخ میشه؟ میگم از کجا؟ چه کارشون شما میاری؟ شما بردی معرفشون کردی؟ بعد ملت هم شروع میکنن، ولی اون ملت قبلش ببخشید میگن باید یه بوزی بپره تا پشت سرش بپره، مثل که ما بوز هستیم، اون بوز بی دنبهه که میپریم. در هر صورت اینم از این ماجرا. بله دوست عزیز، همین خود شما قرار بود یه کمکی به ما بکنی، گفتی از طریق پیپال مشکله، از طریق این اینجوریه، هیچ وقت کمک نکردی. دوستای بهایی من اینجوری هست، اونایی که پول دارن که آقای نمیدونم لقمان حکیم، آقای فلانی تو فلان تلویزیون پولشون اونجا میدن، و نمیدونم مخارجم آقای دکتر بیژن یگانه یه دفعه آمد بنده خدا راجع به این که چه سوء استفاده هایی توی حتی اون همون عدل چی بهش میگن چی چیال عدل میشه، یه ده باز به صورت زنده ادامه داره. مرسی علی جان. خب بله ها ها، حالا هست قربان، امشب بعد از 24 زنگ بزنم. بعد از 24 نه دیگه، خیلی دیره اون موقع. من اگر وجدانمون اجازه بده میخوام یکی دو ساعت بخوابیم، چون بعضی وقتا وجدان آدم هست که آدم رو بیدار نگه میداره و نمیذاره بخوابه. ببینم توی این پرونده دیگه براتون چی گذاشتم، برم دیگه، نقل گرما و اینها هم گفتم و خسته شدم. آهان، 25 میلیون اضافه. این خبر رو علی شیرازی عزیز فرستاده، از ایشون بسیار ممنونم. شناسایی بیش از 102 میلیون ایرانی در داخل و خارج کشور. خبرگزاری مهر که میدونید خبرگزاری مال آخه بدبختی بیهی که وقتی حکومت دیکتاتوری هست، هر خبرگزاری که اونجا کار میکنه میگنش خب این که معلومه دیگه مال دولته، ولی اگه نبود نمیذاشتن کار کنه. پس ما هم میگیم خبرگزاری مهر که مال ایران و مال دولت. شناسایی بیش از 102 میلیون ایرانی در داخل و خارج از کشور. توضیح میده، میگه به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم طریقت بعد از ظهر یک شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل ثبت احوال استان همدان، با بیان اینکه مأموریت اصلی ثبت احوال ایجاد بستر برای شناسایی ایرانیان است، افزود آماری که برای ثبت وقایع چهارگانه تهیه می شود پایه‌ای برای برنامه ریزی و طراحی نقشه راه کشور است. طریقت از شناسایی بیش از 102 میلیون ایرانی در داخل و خارج کشور خبر داد و گفت تعدادی از ایرانیان فوت شدند، اما اطرافیان آنها از طریق شناسنامه متوفا درسته، در حال دریافت خدمات مختلف در کشور هستند. وی به ظرفیت فضای مجازی اشاره و با بیان اینکه در کنار تهدیدات فرصت‌های بسیاری در این فضا وجود دارد که مهمترین آن دولت الکترونیک است و می‌تواند مدیریت زمان و هزینه را به خوبی انجام داده و هزینه‌های این بخش را کاهش دهد، گفت با استفاده درست از فضای مجازی می‌توان کشور را ارزان‌تر اداره کرد.
خلاصه این که از این ور فیلتر میکنن، از اون ور میخوان به آقای خامنه‌ای بگن این کار غلطه، شما فیلتر کردی جوونا رو بیکار کردی، ما مملکت رو هم خرجش رو زیاد کردی. اینا امکانات قرن 21مه که با استفاده از این وسائل امکانات شما میتونید نقشه آینده رو طراحی کنید، بگید ما اینقدر گرسنه داریم، اینقدر بیکار داریم، اینقدر مریض داریم، اینقدر فلان داریم. حالا این وسط هم ملت که به شاه گفتن بده، حالا به شیخ هم میگن بدتره، خود ملت هم بدن، منم بدم، منم شناسنامه بابام که 92 مرده نمیرم باطل کنم تا برام کوپن بفرستن. اینو دیگه باید چی کار کرد؟ اینو دوستان، آقای همین علی شیرازی برای من یه چیز فرستاده بود از این دکتر نصرالله اصفهان، نصر همه اینا والا نمیفهمم، یکیش دکتر نصر احمدیه، یکیش آقای دکتر نصرالله اصفهانی که وزیر بوده و اینها. میگم آقا این آقا که میگه جبهه فلان بیسار و اینا، این بیچاره بیژن نژاد، چی آقای نژاد ازش پرسید آقا شماها چند نفرین؟ گو آقا ما خیلی هستیم. کردنش بیرون، دروغ میگن. چی خیلی هستیم؟ چهار تا بدبخت علیله، نمیخوام بگم پیر مرد، آقا پدر منم رو وقتی پیر بود ناتوان میشد، چه دروغ میگید خودتون؟ چهار تا پیر مرد ناتوان، حالا نمیخوام بگیم پای منقل، ولی شما این قرصایی که میخورید نصفش چیه؟ تریاک و مورفین و هروئینه. پس همتون معتادید. اگر میری یه جایی میگن بمون، میگه آه نه الان باید ساعت 11 قرصم بخورم دستم درد میکنه، شما همتون معتادید. اون موقع مثلا شوهرمه من میشنست منقل تریاک میکشید که دردش خوب بشه، شما حالا با قرص بندازی بالا. یه مش پیرمرد معتاد بدبخت بیکاری نشستن یه برنامه میذارن، تازه علی آقا به من میگه چرا آقا براق شدی، چرا گفتی اون ویدیو؟ آقا ولمون کن، این ویدیوی اف بی آی میاد میشه، اف بی آی میاد این ویدیو اینا رو نگاه کنه؟ نکن کاکو جون، ما فکر کردیم شما شیراز بودی یک کمی حالت بهتر از ما. اوکی دوستان عزیز، نیاک فردا شب برنامه داره در، چون فردا شب من برنامه، پس فردا شب ببخشید هشتم برنامه داره و اینجا از شما هم دعوت کرده، ریسپشن پذیرایی، اینجا مثلا میگم سرمونی یعنی مراسم عقد، ازدواج، مراسم های رسمی، بعد حالا برای مرگم میشه ها. بعد دولت را الکترونیکی نمی کنن که بتونن دزدی کنن، کاکا هم اینجا هم با الکترونیکی هم دزدی میکنن، دزدی های بالاتر، نگران اون نباش. دولت را الکترونیکی نمی کنن چون سطح فکرشون، اینا به اینا میگن بنیادگرا، اینا اینجا بهشون میگن فناتیک. یاد بگیر علی انگلیسی فناتیک، ولی آمریکایی‌ها ترم میگن چیز. بله نوشته که ریسپشن یعنی پذیرایی، فنریزینگ یعنی پول جمع میکنن. جون 8 واشنگتن دی سی وی پروتست ویزا ویور. آها اون کاری هست که میگه اگر شما میخوای بیای اینجا یا مادرت میخواد بیاد، ما باید نگاه کنیم ببینیم این نمیدونم 4 تا کشور نرفته باشه، 8 تا کشور نرفته باشه، یا حتی الان صحبت این هست که دی ان ای کنن ببینن اصلا این که شما میگی مادرمه مادرته یا خالته، میخوای جای مادرت بیاری، یا نمیدونم زن فلانی رو میخوای بیاری یه پولی ازش گرفتی. در هر صورت افرادی که در این مهمانی شرکت میکنن میبینید اینجا، اگر میخواین روی نیاک چک کنید روی وبسایت خودشون، اگر نه بگید من براتون بفرستم. این دوتا خانم هم تنها بانوانی هستن که وایستادن جلوی اون قانون و اونای دیگه مثل بوز همه بعکنان قبول کردن. و آمریکا که کشوری هست اصلا ساخته و پرداخته شده توسط مهاجرین، داره به این بنبست میرسه. این جهان کوه است و فعل ما ندا. این رو هم باز آقای علی شیرازی فرستاده، ولی یه دوستی داریم که قرار شد برای ما نوشته های سعدی و اینها رو بفرسته، این کار رو به خوبی انجام داده، ممنونم ازش. ضمن این که یه ایمیلی فرستاد که این ایمیل سالها پیش، دوست عزیز وقتی آقای حخا اینجا بود یه روز آمد من گفت که سرب یه پرونده آوردم که دیگه ردخور نداره، یه 6 صفحه هم آورده بود، گفتم چیه؟ نشستیم اینجا یه کافی خوردیم، بعد گفت ببین اینو CNN میگه.
CNN چی میشه؟ کیبل نیوز نتورک، یه چیز اینجا که الان مسخرش میکنن میگن کلینتون نیوز نتورک. گفتم آقا اینو سی ان ان نمیگه، قسمت سی ان ان یه جایی رو باز کرده، ببخشید بیدر و پیکر، مثل بار برای آدمای مست، مثل طویله برای حیوان، هر کی میخواد میره اونجا چی می‌نویسه. درسته اینا دزدیدن بردن، درسته زمان شاه یه لیستی توی بانک یه نفر داد بیرون باعث ضربه شدیدی شد، ولی اپوزیسیون ما آقای نادر امیرآبادی قمپوزیسیون احمقه. اصلا تفاوت سی ان ان با اون آی نمیدونم چی آی ریپورت سی ان ان اینا رو نمیدونه. آمده یه لیستی فرستاده، این لیست رو امروز صبح این دوستمون فرستاد و نوشته شب گذشته. میگم آقا این لیست چند ساله توی سی ان ان بوده و اونجایی که میذارن هر کسی میتونه بره بذاره، و میخوای من اسم تو رو بنویسم ردیف دوم؟ ولی خوشم اومد. آقا ردیف دوم چرا؟ بذار ردیف اول. اسمش گذاشتم ردیف اول. این همون بود که ماجرای ونوس برای من نوشت، گفت که من میخواستم از همه اینا معروفتر باشم، چون اینا مجسمه رو ساختن دزدی کردن، ولی من زدم دست مجسمه رو شکندم یا شکستم. اینم از این ممنون. همین دوستمون نوشته کاگو جان از گلستان، هر که در پیش سخن دیگران افتد تا مایه فضلش بدانند، پایه جهلش معلوم کند. من فکر کنم منظور اینه که اگر یه کسی در یه جمعی میاد بدی دیگران رو میگه که مردم به اون اعتبار بدن، حقیقتا داره جهل خودش رو میگه. درسته؟ اگه این درست بوده اون موقع، خب الان اگه هر کسی بخواد بیاد یه چیزی بگه راجع به فلان، میگیم آقا این داره جهل خودش رو میگه. بعضی از این چیزها کار نمیکنه، باید عوضش کنیم. ضمن اینکه قشنگن، گلستانن، بوستانن اینها، ولی بعضی چیزها باید عوض بشه. یکی از مشکلات بزرگ ما اینه که پویا نبوده، شعرمون پویا نبوده، موزیکمون پویا نبوده، همه ایستا قرآن و کتاب و کتابای مذهبی پویا نبودن. کتاب کلیمیا رو برید بخونید، چون پویا هست هر روزی شما بگی میگه آقا اینها نگاه کن دیروز عوضش کردیم، ببین چی نوشتیم. کتابم مثل مرز اسرائیل بازه. مرز اسرائیل کجاست دوستان؟ یک کسی برای من نقشه اسرائیل بفرسته. کتابشون بازه، مرزشون بازه، کتاب دینی رو مثل کتاب تاریخ مینویسن، هر کسی میاد یه چیزی مینویسه توش. و اما ممنونم از آقای هوشنگ آریانپور و این خانواده آریانپور که واقعا هنرمندن. امروز یکی از کارهای پویا که در لندن به نمایش گذاشته شده رو ایشون برای من فرستاد، اجازه بدید بهتون نشون بدم. بعد از اون دیدم بابا این بنده خدا کارش فقط از نقاشی و اینها به اصطلاح بیشتر فراتر میره و مجسمه سازی هم میکنه، چه مجسمه‌های قشنگ و خوبی. با هم ببینیم و بعد از این همه چیزای مختلفی که گفتیم یه مقدارم بریم تو زیبایی. بله این خیلی قشنگه. اصلا من وقتی نگاه کردم، میدونید بعضی عکس‌ها و نقاشی‌ها همین که به صورت میستری، یعنی به صورت مغز شما رو ببینید این چیه، این آبه، این برفه، این کنار دریاست، اون چیه، اون آبیه، اون سفیده چیه، این مغز شما رو به کار میندازه. در هر صورت نوشته که Calvin has worked for 25 years to perfect his. نمیدونم این آقای پویا اسمش اونجا کلوینه، کلوین کلاین ها داریم، اجازه بدید اینه، ببینید چقدر قشنگ. اصلا این خرس، خرس سفید، این مجسمه است، نمیدونم با گچه، با سنگه، با چیه، آها با پیپر نوشتن، با کاغذ، خیلی قشنگ. But he doesn't just draw on it, he shapes it, create. بله میگه فقط نقاشی نمیکنه، با همین کاغذا چی میکنه که خیلی قشنگ دیتیل، یعنی اینها رو به مشروع درست میکنه که اصلا میبینی شما همه چی رو، ببینید که این با کاغذ بود، اون بالایی کاملش بود، این و اینجا در حال تهیه است. میگه که this particular series is appropriately titled Paper Zoo. لابا چون در رابطه با حیوانات هست
پیپر زو. زو یعنی باغ وحش. دوستانی که احتمالا انگلیسیشون یکم از من بدتره نمیدونن، زورم یاد بگیریم. اگر روزی یک کلمه ما انگلیسی یاد گرفته بودیم به جای این مزخرفایی که هی میان چیزای گذشته رو بهمون میگن، به هر کدومشیم میگیم چه باید کرد، میگه آقا من چه میدونم چه باید کرد. خب پس برای چی اینجا نشستی؟ بله، ببینید که ایشون در حال کار و نقاشی و مجسمه سازی و چقدر هم زیبا. باز هم ممنون از آقای آریانپور و از خانواده آریانپور که همه محقق و به اصطلاح دانشمندن واقعا. بله، این هم texture is able to achieve with technique is astounding. بله، این شب قشنگ از قابه اومده بیرون. دوستان توی فیسبوک تصویر چگونه دیده میشه؟ من میدونم که کوالیتی و کیفیت مثل کیفیت ویدیوی ما اینجا نیست، ولی چه کار میشه کرد؟ کاچی بهتر از هیچی هست، باید سوخت و ساخت. دوستان عزیز، شما هم میتونید برنامه داشته باشید در تلویزیون مردم، شما هم میتونید حمایت کنید، هر قسمتش که باورتون نمیشه انجام بدید، وقتی انجام شد بگید من میتونستم برنامه داشته باشم، من میتونستم حمایت کنم. و 15 سال یا چند 2003 13 سال 14 سال تقریبا حمایت نکردید. البته ناگفته نماند، خود من هم اولی که اومدم تلویزیون‌های ایرانی باورم بر این بود که بیننده نباید پول بده و فکر می‌کردم که چون تلویزیون در آمریکا هست، روش آمریکایی‌ها رو ما دنبال می‌کنیم، آگهی می‌گیریم و موفق می‌شیم. متأسفانه با هر کسی تماس می‌گیری اگه موفق باشه میگه من احتیاجی به ایرانی‌ها ندارم، اصلا ایرانی نمی‌خوام. ای کاش که بهشون بگم یه پولی بدید و الا ایرانی ها رو میفرستم بیان سراغتون. اونی هم که موفق نیست میگه آقا ما پول نداریم. یعنی ما شدیم اینجا بهش میگن کچ 22. پول داره میگه من ایرانی و تبلیغ نمیخوام، پول نداره میگه پول ندارم که تبلیغ بخوام. شما بگویید چه کنم؟ زن روز یادتونه میگه بر سر دورایی، دختری هستم زیبا 84 ساله، از بس بد اخلاق بودم تا کنون ازدواج نکردم، حالا دو تا بدبخت یه دفعه با هم پیداشون شده، شما بگویید با کدامشون ازدواج کنه. یه نفرم میگو امروز یه فیلمی برای من فرستادن، امروز یه فیلمی، یه خانمی که گویا ایشون همسر محمد خردادیان بوده. محمد خردادیان هنرمند، رقصنده، رقاص، هرچی که شما بگید هست و اینها. گویا این خانم یه کتابی نوشته، ایشون انگلیسی هست و همسر خردادیان بوده و بعد از ایشون جدا شده. بعد میگه که من خیلی اون موقع ناراحت بودم که چرا این به اصطلاح به من کم محلی میکرد و حالا دیگه از لحاظ رابطه زناشویی هم رابطه نداشتیم و اینها. بعد محمد خردادیان گویا به ایشون گفته بابا اصلا این به اصطلاح من یه چیز دیگه اشکالم و اینها، و ایشون خوشحال شد و کتاب نوشته. ولی میخوام بهتون بگم بعضیا خیلی بیرحمن، مثلا این دوستمون نوشته خب آقا یه شغلی هم پیدا میکرد برای شوهرش، میبردش تو دادستانی. بعضیا نوشته بودن که خب شما با این قیافت زن هر کی میشدی اونم میرفت گی میشد. من نمیدونم آخه مگه من و شماها چه قیافه‌ای داریم که فکر میکنیم انگلیسی ها دندونشون خرابه، نمیدونم انگلیسی ها اینجورن ما اونجوریم، یا همین که مثلا درباره اعراب میگیم. دوستان یه وقتی واقعا عکسای اونا رو بذارید با ریش و اینها، عکسای کوروش کبیر و اینا، همونا هستن. چیزی که هست اون هی میاد تلاش میکنه حضرت علی رو قشنگ کنه، حضرت محمد رو قشنگ کنه، تو هی تلاش میکنی اونو بد کنی، این وسط خودمونو داریم بد میکنیم. من شما هیچ چیزی از دیگران بالاتر نیستیم، نداریم. یه کمی این رو قبول کنیم و بفهمیم تا بتونیم به اصطلاح موفق بشیم. از یکایک شما دوستانی که با ما بودید و هستید ممنون و متشکرم. از علی ترابی، هم کلاسی من، هم دوره سربازی داداشم، ممنون و متشکرم که گهگاهی به خاطر من با این اونم درگیر میشه. اصلا باشون درگیر نشو، بهشون بگو آره تو درست میگی، بیا این سربی پررو رو از معرکه بیرون کن، بیا باهاش توی برنامه ها، تو که انقدر سواد داری قوی هستی. برگردیم به این دوستمون آقای چمنارا، رفته بودن به اون آقایی که تو شهربانی بود و اون افسری که ایشون آورد و اینا،
گفته بودن آقا شما دوتا آبرو خودتون رو بردید، این یک تک جوون آبرو شما رو برد، ثابت کرد شما دروغگو هستید. حالا شما هم علی عزیز نمیخواد با اینا بحث کنید، نرود میخ آهنی در سنگ. اینها وضعیشون یه جوری بوده که هرچی شما بگو آقا تو هنرستان ما دوتا توپ والیبال داشتیم، یکیش نگه میداشتن برای مسابقه ها، یکی دیگرش هم ما باید نوبتی چند نفر وای میسادیم بازی میکردیم، اینجوری بود. یا ساعت ورزش میگفتن حالا ساعت ورزش نزدیک امتحان برو درس بخون، آقا اینم امتحانه فلانه بمانه. خب روز روزگار بر یکایک شما عزیزان. من اول فیسبوک رو قطع میکنم، خداحافظ دوستان، به امید دیدار. بعد میام سراغ این برنامه که انکودر یا سیستم اصلیمون هست، از اون دوستی که لطف کرد پیام گذاشت ممنونم. اگر پیامتون رو به صورت آدیو MP3 شما به صورت ویدیو MP4 فرستادی، اگه به صورت آدیو MP3 بذاری من میتونم برات یه ویدیو درست کنم که اون عکس‌ها هم بیاد تو بچرخه و قشنگتر و زیباتر بشه. امیدوارم وقتی که دیدار خانواده رفتی و از سلامتیشون خوشحالیشون با خبر شدی بیای و با هم همکاری کنیم و از تجربیات خودت، حیفه تجربیات سالهای زیادی که بودی اینجوری نریزش اون کنار و بشین هی قصهشو بخور یا بشین بهش افتخار کن. دوتاش یکیه، اونی هم که افتخار میکنه به کارهایی که اون وقتا کرده الان نمیکنه، حقیقتا داره قصهشو میخوره که امروز نمیتونم اون کارو کنم. تا میتونید اون کاری که بهش علاقه دارید، اینجا میگن پشن، عشق، علاقتون هست، انجام بدید و خوشحال باشید. من باور کنید هر کسی به هم میرسی میگه آقا تو دیوونه هستی، تو اینجوری پول در میآوردی اونجوری، حالا نشستی اینجا هی برای 10 دلار 5 دلار میخوای کتاب بفروشی، میگم آقا این عشق منه، این علاقه منه. روز و روزگار بر شما دوستان خوش، به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.